دو قرن سکوت نوشتی استاد فقید عبدالحسین زرینکوب بخش یک فرمان روایان صحرا روزهای آرام در آن روزگاران که حیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه های قسطنطنیه به بیم و حراس میافکند عربان نیز مانند سایر مردم ان ایران روی نیاز به درگاه خسروان ایران می آوردن و در بارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می آمدن و گشاد کار خیش را از آنان می طلبیدن. پیش از این نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری نیامده بودند و پیش از اسکندر بیابان عرب در زمره سرزمین هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت از آن پس نیز سران و پیران قوم به درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند در دوره‌ای که شاپور زلکتاف هنوز از مادر نزاده بود برخی از آنها به بهرین و کناره‌های دریای فارس به قارت آمده بودند اما چنان که در تاریخ آورده اند وقتی شاپور به زاد آمد آنها را ادب کرد و به جای خیش نشاند در درگاه یزدگرد اول بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران به شمار می آمدند در روزگار نوشیروان تازیان سرزمین هاماوران نیز مثل تازیان حیره خراجگزار و دست نشانده ایران بودند بادیه های ریگزار بی آب نجد و تهامه را دیگران قدر و محله بود که حکومت و سپاه ایران را به خیشتن کشاند. زیرا در این بیابان های بی آب حولناک از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسته و برهنه که چون قولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند از آدمی نیست در آنجا کس اثر نمیدید جز آن بیابانهای حولناک هراسانگیز بیآب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه داشتن نمی ارزید دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت اگر از آن روم نبود در زیر نگین ایران بود و عربان که در این حدود سکونت داشتند بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خیش می در قصه ها هست که از شاعران عرب نیست کسانی چون اعشا به درگاه خسرو می آمدند و از ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می آوردند. در آن روزگار خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسوده که عربان بینامونشان گردند و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود می بالیدند. روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازی چه بی و بها به کام و رو زیر زبر کنند هرگز به خاطر کس نمی رسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون میخورد و میکاست نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای قفر و حولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه به پنجه روم میزدند و به زور بازو پنجه آنان را می و از خوش تازیان گشت صحرا نشینم جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست البته برای زیست مردم جای مناسبی نبود از این رو بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوه ای نکرده بود و گذشته از پاره نقاط که از آب و گیاه بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بود گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان امتداد داشت در کناره های بادیه مجاور شام و بین النهرین نیز از قدیم شهرهای کوچکی می بود که اعراب در آن سکونت می داشتند شهرهای مانند مکه و یسرب و طائف و دومت الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود باقی این سرزمین پهناور جز ریگ های تفته و بیابان های فراخ چیزی نداشت و اگر گاه چشمه کوچک از خاک می جوشید و سبزی پرید پدید می آمد، عربان بیابان با شترها و چادرهای خیش همانجا فرود می آمدن. زندگی این خانه به بیابانگرد البته به قارت و تتاول بسته بود و در سراسر صحرا قانون جز زور و شمشیر نبود عربان که از دیرباز در چنین سرزمینی میزیستند ناچار مردمی وحشیگونه و حریص و مادی می بودند جز آزمندی و سودپرستی هیچ چیز در خاطر آنها نمی کنشید. هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمی رفتند و جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی می کند نمی از افکار اخلاقی آنچه بدان مینازیدند مروت بود و از آن نیز جز خودبینی و کینهجویی چیزی نداشتم شجاعت و آزادگی که در داستانها به آنها نسبت دادهاند همان در قارتگری و انتقامجویی به کار میرفت تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی بدان دل میبستند. از اینها که میگذشت دیگر هیچ توجه و عنایتی به عالم معنا نداشتند آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی توانستم بپذیرم. در قارت ها و چپاول هایی که احیانا بر شهرهای مجاور می کردن، همه جا با خود ویرانی و فساد می بردن. از وحشی خویی و در رند طبعی بسا که به قول ابن خلدون سنگی را از بن امارت بر می کندن. تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سخت را بیرون می کشیدند تا زیر خیمه نصب کنند. این فرمان روایان صحرا که از تمدن فرهنگ بی بهره بودند در دوری که تمدنهای بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است اگر جز قتل و غارت و راهزنی کاری داشته اند حفظ راه های بازرگانی و بدرقه کاروانهای تجارتی بوده است بنابراین هرچند استیلا بر این صحراهای فراخ بی آب و گیاه آنقدر قدر نداشته است که دولت های بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم طمع بدوزند اما برای حفظ جان قافل های تجارتی هم از دیرباز کشور بوشایان قدیم این فرمان روایان صحرا را به خدمت خیش می گرفتند و در تاریخ ها هست که وقتی کمبوجیه پادشاه هخامنشی لشکر به مصر برد اعراب را واداشت که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونانی ها کرده نیز اعراب جز به سپاه ایران به شمار می آمدند بدین گونه در روزگاران کهن عرب را شعنی و قدری نبود شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نمی کرد معاذا اگر در کناره های این بیابان فراخ شهری و واحی بود از برکت تربیت و تمدن روم در کار بود و دولت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود حکومت ایران نیز دولت حیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از استکاک مستقیم دو دولت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارات حیره نبود از همه قبائل و توایف گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز میآوردند گذشته از اینها یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانه ایران بود مطالعه در تاریخ هیره و یمن نشان میدهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی گرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشه ای نداشتند هیره چون که از آثار و اخبار برمیآید در اوایل قرن سوم بعد از میداد پاره ای از توایف عرب از فطرتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند و از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند اما عدهای دیگر به کار کشاورزی دست زدند و پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه ها بنا کردند و شهرها برآوردند مهمترین این شهرها حیره بود که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت این شهر چرا که از نام آن پیداست در زیرنویس در توضیح نام حیره نوشتم حیره از لغت سوریانی هیریا به معنی دیر و حرم است که بعد بر لشکرگاه اعراب مجاور ایران اطلاق گردید و سپس به معنی شهری شده است که در مجاورت سرحد سپاه باشد دنبال این ای و اردویی بوده است که اعراب در آن سکونت داشتند اما اندک اندک به شهر تبدیل شده است تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به بخت و نصر نسبت دادند و پیداست که در صحت این قول جای شک هست. اینقدر است. اینقدر هست که هوای آزاد بیابان و آب بارهای فرات برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است کثرت زر و نخیل و وفور آب و کشت در این ناحیه می توانست است فرمان روایان صحرا را به تمدن دعوت نماید عربایی که در این حدود سکونت می داشتند به سبب مجاورت با ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره یافته بودند در نزدیک حیره کاههایی همچون کاخ خبرنق و کاخ سفید و کاخ ابن بخیله برپایشته بود که جلوه و رونقی خاص بدان شهر می بخشید. عربان این ناحیه برخی در بین آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنایی داشتند و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جاهای عربستان رفته باشد. تاریخ عمرای حیره درست روشن نیست. اینقدر هست که این عمرا از اعراب بنی لخم بودند و به حکم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمانبرداری می‌کردند. سبب عنایتی که فرمانروایان ساسانی به حمایت و تقویت امراء حیره داشتند این بود که میخواستند به وسیله آنها اعرابی را که در سقور ایران سکونت داشتند متحد نمایند و به یاری آنها از تجاوز و تعدی بدویان قارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری نمایند از این روی پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این عمرا عنایت بسیار میورزیدند و آنها را با فرمان خیش به این مقام منصوب مینمودند نام این عمرا در تاریخهای قدیم ایران ضبط بوده است و حمزه اسفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آنها را با ذکر پادشاهانی از ساسانیان که با آنها معاصر بودهاند نقل نموده است این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا نیست اما به هر حال جالب و مهم است ترتیب و شماره عمرای این سلسله غالبا نادرست و مبهم است شباهت و وحدت نامهای آنها از اسبابی است که مبرخان را در باب تاریخ و عمرای این خاندان به خطا و اشتباه افکنده است هرچه هست عمرای بزرگ این دیار در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخم بودند و همه از شاهنشاه ایران فرمان می‌بردند. زکر تاریخ حیره و عمراء خاندان لخم در اینجا حاجت نیست خاصه که در این باب تاریخ نیز اطلاعات دقیق و درستی ندارند با این همه اشاره کوتاه به امارات این خاندان تا اندازه ای وضع تمدن و حکومت اعراب مجاور این ناحیه را به دست می دهد. اینقدر برای این کتاب کفایت است و بررسی طبعاتی که محققان در تاریخ این سلسله کرده اند در حوصله کار ما نیست بنی لخم آنچه از تاریخ و داستانهای عرب برمی آید این است که نخستین امیر حیره از خاندان لخم امربن ادی نام داشت اما نام و نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نیست و با افسانه که اعراب در باب جزیمه ابرش دارند درآمیخته است گفتن این جزیمه پیش از این در حدود حیره پادشاهی داشت و فرمان میراند از جاه و جلال و شوکت و حیبت او داستان ها نقل کرده اند که هیچ یک را باور نمی‌توان کرد. از افسانه که در باب او آورده اند یکی این است که در بعض وی جوانی از بنی لخ نامش ادی اقساقی بود که رقاش خواهر جزیمه با او سر و سر ری داشت. عدی را یارای آن نبود که خواهر ملک را از وی در خواهد اما رقاش او را حیله ای آموخت را شراب بسیار پیمود و مست کرد آنگاه درخواست که رقاش را به زنی بدو دهد جزیمه در مستی پذیرفت و در هوشیاری پشیمان شد اما کار از کار گذشته بود و از عدی پسری آمد که او را امر نام نهادند و چون جزیمه چون که در افسانه‌ها و داستان عرب آورده اند به حیله زبا کشته شد امر عدی که خوارزاده اش بود به خونخواهی او برخاست زبا را کشت و حیره را مقر امارت خیش ساخت بدین گونه بود که امارت حیره به خاندان لخم رسید گفتم که بی با شاپور اول و چند تن پادشاه دیگر که بعد از او مدتی کوتاه سلطنت کردند معاصر بود پس از امر پسرش که امر القیس نام داشت به جای او نشست در باری مدت امارت او سخنانی که در تاریخ آمده است گذاف آمیز است و آن را از صد سال هم بیشتر نوشتهاند. اما از قرائم برمی آید که وی نزدیک چهل سال امارت حیره داشته است لوحی که بر گور او یافتهاند به خط نبتی و زبان قدیم تازی است که از ارتباط او با درگاه پادشاهان ایران حکایت دارد چون که از تاریخ برمی آید وی بر بیشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمان داشته است دوران امارت وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و هرمز نرسی و شاپور زلکتاف مقارن بوده است پس از او چند تن دیگر حکومت کردند که از آنها جز نامی باقی نمانده است تا آنکه نوبت به نعمان ابن امرال قیس رسید که او را نعمان اعور گویند نوشتند که این نعمان مردی تندخو و توانا لیکن سخت گیر و کینکش بود گفتهاند که یزگرد اول را در حق او مهری و اعتقادی بود بنای کاخ خبرنق را نیز که در مجاورت حیره بوده است بدون نسبت کردهاند گویند وقتی بنای این کاخ افسانه آمیز به پایان رسید معمار آن را که سنمار مار نام داشت بکشت درباره فرجام کار او نیز نقل کردهاند که چون به اندیشه بیثباتی و ناپایداری دولت و ملک جهان افتاد جامعه درویشی پوشید و ترک ملک نمود و سر به بیابان نهاد. این داستان را محققان افسانه می شمارند. از قرائن چنان برمی آید که چون رفتار نعمان شاید به پیروی از سیاست یزدگرد نسبت به ترسایان مساعد و ملایم بوده است، این قصه را جعل کرده اند تا علاقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاهان نصارا بیان نمایند. باری پس از او نوبت امارت به منظر ابن نعمان رسید. این همان امیر حیره است که در داستانها ها اند یزگر تربیت پسر خیش بهرام را به دو سپرد. حتی آوردند که اگر سعی و جلادت منظر نبود، بزرگان ایران بعد از یزدگرد راضی نمی بهرام را به سلطنت بنشانند. به دینگون دخالتی که وی در انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد از نفوذ و قدرت او حکایت دارد. در جنگی که چندی بعد بین بهرام گور با رومی ها در گرفت نیز منظر خدمات شایسته کرد. چند تن دیگر از عمرای خاندان لخم بعد از او بر حیره فرمان روایی کردند تا نوبت امارت به منظر ابن ما رسید که از همه ملوک حیر نامدارتر و پرکارتر بود وی در روزگار سلطنت قباد و نو شیروان میزیست و در روزگار او بود که زنگیان بر یمن استیلا یافتند هم در این اوان بود که ماجرای ظهور مزدک روی داد و پریشانی و نابسامانی تمام در کارها افتاد قباد چون که در تاریخ ها هست به آین مزدک گروید اما منظر نیز مانند آن دست از عمرا و سران ایران که با قباد و مزدک مخالفت کردند آین مزدک را نپذیرفت در این هنگام عمرای کنده که با بنی لخم از دیرباز رقابتی داشتند فرصت نگه داشتند و چون دیدند شاهنشاه به سبب مخالفتی که منظر در کار مزدک با او کرده است از او رنجیده است به قباد نزدیک شدند قباد نیز حارس کندی را به امارت حیره برگماشت و او منظر را از آنجا راند اما وقتی انو شیروان به سلطنت نشست و در صدت برآمد خلل هایی را که به سبب فتنه مزک رخ داده بود جبران کند دیگر باره منظر را به امارت حیره بازگرداند اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند پس از او پسرش امربن منظر به امارت ایره نشست که او را به نام مادرش امربن هند خوانند گفتند که او امیری درشت خوی و خودپسند بود و این خودپسندی سبب شد که به دست امربن کلسوم کشته آمد داستان ملاقات او با این امربن کلسوم را در قصه با آبوت ها به تمام آوردند و از آب و رنگ افسانه ای نیز خالی نیست پس از او برادرانش قابوس و منظر نیز هر یک اندک مدتی امارت کردند تا نوبت به نعمار ابن منظر رسید که ابو قابوس کنیه داشت گفتند وی با هرمز چهارم و خسرو پرویز در یک روزگار میزیست و زنا فرمان برداری میکرد در دوره او به تقلید از دربار ساسانی تجمل در و شکوه امارت در بین عمرا حیره هم راه یافت. در باری آغاز امارت او نوشته اند، وقتی پدرش منظر وفات یافت، شاهنشاه ایران هرمز چهارم در نشاندن او به امیری حیره تأخیر و تعلل ورزید. سرانجام به یاری عدی ابن زید که نسبت به وی علاقه داشت و در درگاه شاهنشاه کتابت میکرد، منصب امارت حیره به وی واگذار گشت. اما وقتی به امارت رسید در تجمل و شکوه خوشید و درگاه خود را به شیوه خسروان بر روی خوش آمد گویان باز گذاشت. اندک اندک نفوذ بد سگالان و نیرنگ سازان خوش آمد گوی در درگاه او چندان افزود که بی سبب در حق عدی ابن زید کاتب و شاعر بدگمان گشت. و او را که سبب و واسطه رسیدنش به امارت حیره گشته بود بازداشت و هلاک کرد اما چندی بعد پسرش ادینام هیله کرد و انتقام خون پدر را از او باز ستد این داستان را دا در تاریخ ها بدینگونه آوردم که زید با نعمان دوستی کرد و سپس از او درخواست که وی را نزد خسرو پرویز فرستد تا مقام پدرش ادی را به با او باز دهند نعمان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست که زید را به جای عدی بپذیرد و او را کاتب و مترجم عربی دربار خیش سازد. زید برفت و بعد درگاه پرویز بماند و فرصت نگاه می داشت تا انتقام خون پدر را از نعمان بستاند. خسرو را حوص آمد که برای یکی از کسان خیش زنی بگیرد. زید مجالی یافت و از خواهران یا ام زادگان نعمان دختری را نام برد و بسیار بسطود اما نعمان راضی نمیشد که آن دختر به درگاه فرستد و زید میدانست که این خود سبب خشم خسرو و نکبت نعمان خواهد گشت چون خسرو از جواب تلخی که نعمان به دین خواستگاری داده بود آگاه گشت سخت خشمگین شد اما چندی خشم خیش فرو خورد و سپس او را به درگاه خان تا سخت بمالد چون بیامد بفرمود تا بندش کردند و به پای پیل افکندند و به قولی به زندانش افکندند تا بمرد پس از آن امارت هیره دوام نکرد و به اندک مدت در افتاد خسرو به جانشینانش از آن پس دیگر از خاندان لخم کس به امارت هیره ننشاندند و از جانب خود به دانجا عاملان فرستادند تا وقتی که خالد ابن ولید با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر جزیه صلح کرد از آن پس حیره از اهمیت افتاد و با آنکه باز در ضمن پارهای حوادث ذکری از آن در میان می آید دیگر اهمیت سابق را نیافت و توسعه کوف اندک اندک از رونق آن کاست تا رفته رفته به ویرانی افتاد بدین گونه حکومت حیره که دست نشانده ایران و حائل بین ایران و عرب بود از میان رفت و دروازه تیسفون رو به بیابان باز گردید. گذشته از حیره و کنده از دیگر بلاد عرب نیز هر جا که به زیستن می ارزید از نفوذ ایران بر کنار نماند. از آن جمله دیار یمن را نام باید برد. هاماوران سرزمین یمن که خوشبختترین و پرمایه ترین نواحی عربستان به شمار می روید، از دیرباز مورد توجه جهان گشایان بوده است در داستان های پهلوانی ما از این ناحیه به نام دشت هاماوران یاد کردند شیفتگی کاووس به سودا دختر پادشاه هاماوران برای این پادشاه خود رأی جهانجوی افسانه ها گرفتاری ها و تلخ کامی های بسیار به بار که در شاهنامه فردوسی طی داستان زیبا و دلانگیز جاودانه ای بیان شده است وقتی کابوس از مازندران نجات یافت به نیم روز رفت و چندی در آنجا بود بسی بر نیامت که از شورش و سرکشی تازیان آگاهی یافت پس کشتی و زورق بسیار فراهم آورد و از راه دریا آهنگ هاماوران کرد جنگ خونین روی داد و سرانجام کابوس بر آنها چیره شد پادشاه هاماوران زنهار خواست و پذیرفت که باج دهد شاه هاماوران را دختری بود سودابه نام که کاووز شیفته او گشت در کتاب های دیگر به جای سودابه نام سعدی را آوردن که تازی است کاووس سودابه را از سالار هاماوران درخواست شاه نمیخواست اما به ناچار از بیم گزند کاووس رضا داد یک هفته پس از عروسی سالار هاماوران کابوس را به مهمانی خواند و با نامداران و دلاوران در بند کرد سودابنیز نیز این نامردی پدر نپسندید و در زندان بودن با شوی را از رفتن به خانه پدر بهتر دانست در ایران آشوب در افتاد و دیگر بار افراسیاب مجال تاخت و تاز یافت سرانجام رستم سپاهی گران برگرفت و از راه دریا به هاماوران رفت و از بربرستان و مصر نیز به یاری هاماوران شتافتند و جنگی سخت روی داد. پادشاه مصر و بربرستان در این جنگ گرفتار شدند. سالار هاماوران که شکست خیش را به یقین دانست، کس نزد رستم پرستاد و زنهار خواست و کاووس چون از بند رها گشت، بر سالار هاماوران شد و از خطهای او درگذشت. پس سودابه را در مهد زرین بنشاند و با خیش به ایران برد. در این داستان چنین به نظر می رسد که نام همیریان دگرگون گشته است و به صورت هاماوران در آمده است. برخی از محققان داستان شگفت گرفتاری کابوس را در هاماوران و مسافرت رستم را برای رهایی او یادگار جنگ های خسرو و انوشیروان در حبشه می دانند که در خدای نامه‌ها ها گونه اساتیر گرفته باشد. اما قرائن و امارات بسیاری که در تاریخ ها و قصه های قدیم ایران وجود دارد نشان می دهد که خیلی پیشتر از روزگار خسرو انوشیروان نیز ایرانیان با مردم هاماوران و دیگر بلاد تازی مربوط بودند در دوره پادشاهان هخامنشی ایرانیان بر یمن و نواحی شمال عربستان و سومالی و حبشه فرمانروایی داشتند در کتیبه نقش رستم دارای بزرگ پادشاه هخامنشی نام عربستان و حمیر را ادن و نیز حبشه را در شمال کشورهایی که فرمانبردار و خراجگذار او هستند یاد می کنند. در دوران لشکرکشی های کمبوجیه و دارای بزرگ از سرزمین تازینشین آنها که بر سر راه سپاهیان ایران بودند یا از جهتی می توانستند مورد توجه پادشاهان ایران قرار گیرند از پادشاهان هخامنشی فرمان می پادشاهان همیر از آن میان سرزمین یمن که از مواهب طبیعی بیشتر بهره داشته است از دیرباز آبادتر و برومندتر از سایر قسمت عربستان بوده است و از همین رو یونانیان آن را عربستان خوشبخت می خاندند. نیز چون بر کناری دریای هند و دریای سرخ جای می داشته است و از دیرباز برای بازرگانی میان دنیای غرب و شرق جایگاه مناسبی به شمار می آمده است از این حیث هم مورد توجه جهانگیران ایرانی و رومی بوده است تاریخ هیچ قومی به اندازه تاریخ عربستان آشفته و پریشان نیست و از آن میان تاریخ یمن بیش از همه آشفته و در هم است چنانکه بسیاری از اخبار و روایات مربوط به دان را مورخان نتوانستند باور دارند و درست بشمارند بسا که خیال بافی ها و گذاف ها در طی این اخبار توانسته باشد شکستگی را به صورت پیروزی و یا ناکامی را به صورت کامیابی جلوه دهد افسانهها ها و داستانهایی که در منابع عربی راجع به پادشاهان هاماوران همیری ها نقل کرده اند از ارتباط آنها با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت می کند. این روایت شاید چنان که گفته شد افسانههایی بیش نباشد لیکن در هر حال از آنها نکاتی به دست می آید. که شمر یرعش از پادشاهان همیری سراسر ایران را تسخیر کرد. حتی از جیهون گذشت و سقد و سمرقند را به دست کرد. گفتن که نام سمرقند از شمرکند به نام اوست درباره پادشاهان دیگر به نام ملیک کروب نوشتند که قوم خود را در هر گوش از جهان بپراکند و به سیستان و خراسان برد شگفتران است که درباره برخی از این پادشاهان گفتند که آنها آتش پرستی پیش گرفتند این نسبت به خود تا اندازه زیادی بر وجود روابط و علایق بین ایرانیان با سرزمین هاماوران گواهی می دهد. به عربستان و خوشبخت از دیرگاه قبل از ساسانیان با ایران ارتباط داشته است و اینکه در تاریخ و افسانه ها نام آن با نام ایران پیوسته است بر حسب تصادف نیست رقابت های بازرگانی در اواخر دوره ساسانیان که جنگ های ایران و روم به اوج شدت رسید و اختلافات دینی در سرزمین یمن به رومی ها و زنگی ها مجال دخالت در سرنوشت مردم هاماوران را داد. بیش از همه وقت ارتباط میان ایران و کشور هاماوران روشن و آشکار گردید. چنان که از اخبار و روایات بر می آید، زنگی ها از روزگاران بسیار کهن در کرانه های عربستان که کشور کشورشان بود با شوق و آز بسیار می حتی از خیلی قدیم بارها به دنجا لشکر کشیدند و چون این لشکر کشی ها مکرر می سرانجام نه همان برای مردم یمن بلکه برای اعراب هیره نیست که دستشانده ایرانیان بودن خطری بزرگ گردید. این کار مردم یمن را واداشت که از خسرو و انوشیروان برای دفع شر آنها مدد بجویند. اما آنچه ایرانیان را در این کار به دخالت واداشت گذشته از موقعیت خطیر حیره که یک مسئله نظامی به شمار می رفت. موضوع رقابت بازرگانی با رومیان بود. در این اوان پادشاهان و بازرگانان آماوران را کار به و پریشانی روی نهاده بود و رومی ها بر اثر رواج و انتشار آین مسیح در مشرق نفوذ خیش را در آسیا منتشر و مستقر می کردند. بازرگانان آنها امتعه هند را از یمن به هبشه و سپس به مصر می بردند. عربان از این امر ناراضی بودند و می در راه تجارت هبشی ها و رومی ها موانعی ایجاد کنند. همین امر موجب شد که تازیان کلیسای زنگیان را در یمن بیالایند و آنان را بر ضد خیش تحریک کنند و داستان ابرهه و اصحاب فیل از همینجا پدید آمد اما ایرانیان که از دیرباز در تجارت نیز سیاست با رومیان رقابتی داشتند در صدد برآمدند که بر سر راه بازرگانی آنان دشواریهایی پدید آورند از این رو سپاهیانی از آنها در آن قسمت از عربستان که بر کناری خلیج فارس قرار دارد جایی گرفتند. یوستین قدیس قیصر روم نزد بنی حمید کس فرستاد که ایرانیان را از نزد خیش برانند و نیز به هبشان پیغام فرستاد که بازرگانان رومی را در این راه یاری کنند. یوستینیان نیز در روزگار امپراتوری خیش چنین کرد اما پیمان دوستی که بسته شد طول نکشید و عرب دیگر بار به معارزه با قافله های روم پرداخت. در آغاز قرن ششم زنگیان حبشه بر بلاد هاماوران استیلا یافتند زیرا این بلاد در آن روزگاران چرا گفته شد واسطه یه تجارت بین هندوستان و بلاد کناری دریای مدیترانه بود و مردم هاماوران که این تجارت را رو در آن روزگار به دست داشتند نهانی با رومی ها و زنگی ها کشمکش میورزیدند ثروت و جلال خیره کننده که در افسانه ها به پادشاهان همیری نسبت داده اند از این بازرگانی ها فراهم می اینها ادویه و آج و طلا و عقیق و یش و سایر امتعه هند را با کاله مانند عود و اطریات و جز که از یمن به دست می آمد، به شام و فلسطین و اراق و دیگر بلاد روم می بردن و امتعه خاص بلاد فنیقی را می آوردن. بازرگانان رومی نیست که به تجارت امتعه هند اشتغال می داشتن ناشار بودند که در این راه از آنها مدد و معاونت بجویند. مقارن این ایام چنان که از تئوفانس روایت است مردم ها بر بازرگانان رومی که آین مسیحی داشتند و با کالای هند از یمن می در افتادند و ادهی را از آنان حلا کردند. امر تجارت متوقف ماند و این کار بر هبشیها ها که نیز آین مسیح داشتند و از این تجارت سود می گران آمد. از این رو برای گشودن راه بازرگانی سپاهی گرد آوردند و در زیر لوای حداد پادشاه خیش به هاموران رفتند پس از جنگی پادشاه هاموران را که زمیانوس زبانوس نام داشت کشتند و با قیصر یوستنیان پیمان تازه‌ای کردند نوشتند که چندی بعد حبشی ها از یمن بازگشته اما چون بار دیگر راه بازرگانی بسته شد پادشاه حبش لشکری گرام به یمن فرستاد این بار سردار حبش با یاری یک تن اسقف نصارا که همراهش بود کوشید که آین ترسایی را در یمن رواج دهد اما فرمان روائی او دیری نکشید زیرا شورش مردم پادشاه زنگیان را از یمن نومید کرد و واداش که با همیدی ها آشتی کند بنابراین استیلای حبشه بر یمن جهاد بازرگانی و اقتصادی داشته است. با این حال مسئله دین نیز در این مورد میتوانسته از بهانه مناسبی باشد. اصحاب اخدود در این باب چنین آوردند که زبان از پادشاه از رشک و خشم که بر زنگیان داشت آین جهودان پذیرفت. مینویسند که او در عهد فیروز یعزجرد بود و از آلمان جهودان سخنها خوش آمدش و دین جهودان گرفت پس جهودان وی را برم داشتند که به مجران رود و آنجا ترسایان بودند و زنواس مقاکی بکند و آتش در آن برافروخت بسیار و هر که از ترسایی برنگشت و جهودی نپذیرفت در آن مقا کفکندش و زنواس آنجا نشسته بود با مهتران خیش و بیست هزار مرد در آن سوخته شدند و انجیل ها همه بسوخت پس مردی از ترسا آن انجیلی نیم سوخته برگرفت و سوی قیصر رفت و بگفت که زوانوس چه کرد و قیصر گفتا که از ملک من تا یمن دور است لیکن از یمن تا حبشه نزدیک است و او را نامه نوشت به ملک حبشه و این مرد آنجا رفت و ملک حبشه بگریست از آن کار و قریب هفتاد هزار مرد بساخت و سوی یمن فرستاد با مهتران نامدار و با مهتری نام او اریاد پس زوانوس از ایشان هزیمت شد و خود را در دریا افکند و کسی باز ندیدش پیداست که این روایت از افسانه خالی نیست اما آنچه در این میان سخت و آشکار است این است که امپراتوران بیزانس به بهانه حمایت مسیحیان در این هنگام هبشی ها را بر ضد مردم هاموران یاری می کردند و همین امر پادشاه ساسانی را که هموار دشمن و رقیب امپراتوران روم بودند بران می داشته است که در این ماجره ها به یاری مردم ستم دیده برخیزند. استیلای هبشه بر برای مردم گران تمام شد. جور و بیداد و ناروایی بسیار به مردم روا داشتند. زنگیان با مردم هاماوران رفتار وحشیانه پیش گرفتند زنان را رسوا کردند و قتلهای بی رفت زجدان نامی به جای زوانوس برآمد و به مقاومت برخاست اما کاری از پیش نبرد و ناچار شد خود را به دریا افکند زنگیان بر یمن استیلا یافتند اما چندی بعد میان آنها اختلاف افتاد چنانکه از روایات برمیآید اریاد یک چند فرمان کرد آنگاه ابره نامی با او به ستیزه برخواست زنگیان دو گروه شدند گروهی به یاری ابره خواستند و گروهی با اریات ماندند میان هر دو گروه جنگ و ستیزه پدید آمد ابره اریات را گفت که ما را با یکدیگر جنگ افتاده است چرا باید لشکری به دهیم؟ آن بهتر که به تن خیش با یکدیگر جنگ کنیم تا که پیروز آید چنین کردند و اریات کشته شد زنگیان که در گمن بودند همه بر وی گرد آمدند چون نجاشی از این داستان آگاهی یافت شفت و سوگند خورد که خاک سرزمین او را پایمال سازد و خونش را بریزد و پیشانی او را به آتش بسوزاند ابراهیم موی پیشانی بستورد و آن موها با انبانی از خاک سرزمین یمن و شیشه ای از خون خیش نزد نجاشی فرستاد و پیام داد که من بنده از بندگان تو هم و اریاد نیز بنده از بندگان تو بود در اجرای فرمان تو با یکدیگر سدیزه کردیم و اکنون فرمان تو راست نیز پیشکش ها و ارمغان های بسیار فرستاد و نوش که شنیدم پادشاه به مسیح سوگن خورده است که موی پیشانی من به آتش بسوزاند و خونم بریزد و خاک سرزمین مرا پایمال خیش سازد و اکنون من موی پیشانی خیش فرستادم تا ملک آن را بسوزاند و خون خیش در شیشه پیشش کردم تا آن را به خاک ریزد و انبانی از خاک این سرزمین تقدیم داشتم تا آن را پایمال فرمایند و سوگند از خیش افکنده باشد و خشم و ناخشنودی از من فرو گذارد و هم بر تختگاه خیش بماند چون نجاشی این نامه بخواند رأی او بپسندید و از او خشنود گشت اصحاب فیل از وقتی که زنگیان به سرداری اریاد بر یمن دست یافتند تا آنگاه که سپاه ایران به سرداری وهرز آنها را از آنجا براندند و تباه کردند چنان که همزه و بعضی دیگر از مورخان روایت کردهاند مدت هفت و دو, دو, سال گذشت آغاز استیلای آنها بر یمن در روزگار قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی بود گفتند که اریاد 20 سال فرمان راند و ابره 23 سال فرمان روایی کرد. پس از ابره پسرش یک سوم سال و پس از او پسر دیگرش مسروق دوازده سال فرمان روا بودند. زیرنویس آنچه مورخان مسلمان در باب ابره و دیگر زنگیان از فیل آورده اند ظاهر انجاز قصه های رایش بین عوام معخذی نداشته است. و اختلافاتی هم که در باب ترتیب تاریخی این عمرا و مدت امارت آنها در بین روایات هست از همین جاست. در این باره گذشته از روایت پروکوپ مورخ رومی کتیبه هایی هم هست که در تحقیق تاریخ یمن و هبشی ها مهم است. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به معخذی که در کتاب ذکر شده. دوملی متن ابرهه را نوشتهاند که در پراکندن آین ترسایی میکوشید. گفتند که او پرستشگاهی به نام قلیس در صنعا ساخت کنیسه ای که در هیچ جا مثل آن نبود پس در صدت بر که عرب را از حج کعبه باز دارد و قبله آنان را به سوی قلیس برگرداند و در این باب به نجاشی نامه کرد و دستوری خواست عربان که قصد او را بدانستند برا شفتن. و یکی از آنها به سن رفت و عبادتگاه قلیس را بیالود چون ابرهه آگاهی یافت به خشم رفت و آهنگ ویران کردن کعبه نمود و با فیل و سپا راه مکه در پیش گرفت داستان اصحاب فیل به اشارت در قرآن آمده است و این سال را در تاریخ عرب آمول فیل نام نهادند گفتند در این گفته جای سخن هست که پیغمبر اسلام در این سال به جهان آمد اما ابرهه از این لشکرکشی سودی نبرد و گویند که در مکه مرد یا در بازگشت به یمن تباه شد آیا لشکرکشی زنگیان به مکه فقط بر اثر یک رقابت دینی و برای انتقام از آلودن کنیسه بوده است بعید به نظر میآید در هر حال شاید بتوان گفت که دست یافتن زنگیان بر یمن راه بازرگانی هند به مدیترانه را که از حجاز میگذشته است فرو بسته است و عرب حجاز که از این رهگذر زیان بسیار میدیدند با زنگیان به ستیز برخواستند و در امور آنان کارفضایی و خرابکاری ها کردند. این استیلای حوشه به بازرگانی روم نه همان لطمه ای نزده است بلکه کار بازرگانان روم را آسانتر می کرده است اما برای بازرگانان ایرانی نیز مثل عربان زیان داشته است. و مداخله ملوک حیره و پادشاهان ایرانیز در این کار بیش از هر چیز از نظر بازرگانی و اقتصادی بوده است درباره مدت فرمانروایی زنگیان بعد یمن چنانکه حمزه نیز تاکید کرده است جای اختلاف است و همه مورخان درباره آن متفق نیستند در این مورد نکته نیز هست که باید در اینجا یاد کرد ولادت پیغامبر را که مقارن آمولفیل بوده است در حدود 570 میلادی شمار کردند. لشکرکشی ایرانیان را نیز به یمن در سالهای 570 تا 576 دانستند. اگر آن سردار حبش که فیل لشکر به مکه برد است ابرهه باشد برای 29 سال فرمان روایی یک سوم و مسروح دیگر فرصتی باقی نمیماند. بنابراین باید گفت آنکه به قصد ویران کردن کعبه از یمن سپاه به حجاز برده است باید مسروق باشد و یا اینکه پسران ابره نیز به نام پدر در ضمن قصص عربی یاد شده باشند اگر نتوانیم پندار را پذیرفت باید در درستی روایتی که حمزه و ابن اسیر و دیگران درباره مدت فرمانروایی زنگیان در یمن آورده اند و نیز درباره تعداد و توالی فرمانروایان آنها تردید کرد زیه زند باری زنگیان در دوره استیلای خیش بر یمن بیداد بسیار رندند خواسته ها را به زور از خداوندان می ستندند و زنها را به ستم از خانه ها می بردند بسیار به دینگونه پریشان گشت و بیداد بسیار بر مردم رفت نوشتند که از پاچه یمن یکی بود که زیه زن نام داشت و مردم او را بزرگ و گرامی می داشتند زیه زن را زنی بود ریحان نام از خانواده ای که سالها بر یمن حکم رانده بود ریحانه به خوب روی و پارسایی و خردمندی در همه ملک و هاماوران به نام بود ابره را از آن زن آگاهی دادند زیه را بخواست و زن از او به ستم جدا کرد پس او را به زنی کرد و به خانه خیش برد ریحانه را از زیزن کودکی دو ساله بود نام وی معدی کرب و لقب سیف آن کودک را با خیشتن به خانه ابرهه برد از ابرهه نیز دو پسر نام آنها یکسوم و مسروق آورد ابرهه سیف را نیز چون پسران خیش می داشت و سیف گمان برده بود که مگر ابرهه پدر اوست با برادران یکسوم و مسروق برآمد و بالا گرفت و همچنان از راز گذشته بی خبر بود اما زیزن که زن و فرزند را از دست داده بود از شرم و در یمن نتوانست ماند راه روم پیش گرفت و داوری نزد قیصر برد از بیداد زنگیان بنالید و برای راندن آنها از او به مال و مرد مدد خواست و پذیرفت که اگر به یاری قیصر یمن را از دست زنگیان باز ستاند آنجا چون کاردار و دست نشانده روم باشد و باج و ساو به قیصر فرستد قیصر که خود زنگیان را برانگیخته بود و یاری کرده بود سخن او ننیوشید و از آن گذشته نمیتوانست برای کسی که همدین او نبود کسانی را که آین ترسا داشتند و همدین او بودند بیازارد مگر این زنگیان خود چون کاردار و دست نشانده او بر یمن فرمان نمیراندند بدین گونه قیصر در کار این شاهزاده ستم دیده آوار ننگری است زی از نامید شد و به نامیدی از پیش قیصر بازگشت از آنجا آهنگ ایران کرد تا داد به پیشگاه خسرو برد نخست به هیره رفت نعمان ابن منظر و به قولی امر ابن هند در آنجا از دست انوشیروان ملک بود قصه خیش باز گفت و امیر حیره که نیاکانش خود از یمن بودند او را بنواخت و دلجویی کرد چندی بعد با خیشتن او را به درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت خسرو نوشیروان او را بار داد چون زیزن به درگاه خسرو درآمد از بیم و شکوه خیره شد به روی در افتاد و نماز برد نوشیروان فرمود تا او را از خاک برگیرند او را برگرفتند شاهنشاه بنواختش و گرم بپرسیدش زیزن زبان بکشد و از بیدادی ها و ناروایی های زنگیان بنالید. گفت و او را با نوشیروان در تاریخ آوردند. نوشته هم که این زیزن چون نزد خسرو راه یافت برد و زانو برآمد و بر ملک سنا گفت و از عدل و داد او اندر جهان یاد کرد و پس گفته ای ملک من فلانم نفلانم. فلانم ما مردمانی بودیم ملک یمنن در خاندان ما بود و هبش بیامدند و آن پادشاهی از ما ببردند و خواسته های ما بگرفتند و ما را زلیل کردند و بر رعیت ستم کردند بسیار و ما را بر آن خاری پنجاه سال شد که صبر همی کنیم و به در ما رعیت ما صبر همی کنند تا کار ما اونجا رسید که نیز صبر نماند و چیزها رسید به ما در خون و خواسته و حرمت که ان در مجالس ملک شرم دارم گفتم و به زبان گردانیدن و اگر ملک به حقیقت بدانستی که با ما چه رسیده است از عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و از دست این بیعدبان برهانیدی هرچند ما به در او نیامدیم و از او نخواستیم و امروز من به امید به در ملک آمدم به زنهار و از وی فریاد خواهم و اگر ملک به بزرگی امید مرا راز کرد و مرا فریاد رسید سپاهی که با من بفرستد تا من ان دشمن را از پادشاهی خود برانم و آن رعیت را از ایشان برهانم مملکت ملک با یمن پیوسته گردد و ملک او تا حد مغرب برسد و آن خلق را از بندگی بخرد به عدل خیش آزاد کند و باز جای آورد و مرا و آل همیر را از جمله بندگان خیش کند انوشیروان را سخن وی خوش آمد و بر او دلش سوخت و آب در چشم آورد و زیزن پیر بود و ریشش سپید انوشیروان گفت ای پیر نیکو سخن گفتی و دل ما را سوزان کردی و چشم مرا بر آب کردی و دانم تو ستم رسیده ای و این از درد که گفتی ولکن این زمین تو از پادشاهی من سخت دور است و به میان بادیه حجاز است و از دیگر سوی دریاست و سپاه به بادیه فرستادم مرا اندر این تأمل باید کردن و با این پادشاهی من و خواسته من پیش توست اندر این جای بباش و دل از پادشاهی بردار و هر چیز ماراست از ملک و نعمت با ما هم باز باش و بفرمود او را فرو دارم جایی نیکو و دو هزار درم دهندش چون درم به او دادند و از در ملک بیرون شد آن درم ها همی ریخت و مردمان همی چیدند تا به خانه رسید هیچ درم نمانده بود و با و شیروان از آن خبر برداشتم دیگر روز چون مردم را بار داد و او را نیز بار داد و گفت با عطای ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم ما کردی به زادی گفت من آن را شکر خدای را کردم بدان که روی ملک مرا بنمود و آواز مرا بشنوانید و زبان او با من به سخن آورد و از آنجا که من آمده بودم خاک زر و سیم است و اندران زمین کم کوه است که اندران کان زر نیست و یا کان سیم انوشیروان او را گفت بازگرد و شکیبایی کن تا اندر حاجت تو بنگرم از این روایت برمی آید که انوشیروان زی زن را وعده یاری نداد اگرچه او را بنواخت و گرامی داشت اما بعضی از تاریخ نویسان نوشتهاند که به او نوید یاری داد و نتوانست وفا کند مسعودی آورده است که انوشیروان به دو وعده داد که در جنگ با سپاهیان به یاری او برخیزد اما به جنگ روم و کشورهای دیگر پرداخت و مشغول گشت در هر حال نوشتند که زیزم چون پناهنده ای ده سال بر درگاه انوشیروان بماند و همانجا وفات یافت سیف زیزم اما سیف در خانه ابرهه بود و او را پدر خیش می دانست. چون ابرهه بمرد و یک سوم و مسروق فرمان روایی یافتند او از راز نهان آگاه گشت و دانست که سرگذشت پدرش چه بوده است پس از یمن بیرون رفت و خیشتن را در جستجوی انتقام آواری جهان نمود نوشتن که نخست نزد قیصر رفت و از بیداد زنگیان بنالید اما چون قیصر بدون نگریست و سخنش نشنود نامید شد و راه درگاه خسرو در پیش گرفت در اینجا از بیان این نکته نباید خودداری کرد که داستان مسافرت زیزن و پسرش سیف را نخست به دربار قیصر و سپس به درگاه انوشیروان به یک گونه نوشتند اینجا این پندار دست می دهد که شاید یکی از اینها از روی دیگری ساخته باشند این کار در داستان نظیر دارد و بارها اتفاق افتاده است. نمونه آن هفت خانه اسفندیار است که به تحقیق از روی هفت خانه رستم ساختند. در داستان دادخواهی ها و کوشش های زیزن و سیف نیز در دربارهای روم و ایران شباهت به قدری آشکار است که ناچار باید یکی را از روی دیگری پرداخته باشند. من ترجیح می که داستان زیزن را از روی داستان سیف ساخته باشم و در این کار شاید خواستم سرگذشت این شاهزاده ای آواره و تیر بخت را در و قمالوتر جلوه دهم. باری آوردن که سیف نخوز نزد قیصر به روم برفت و از دست سیاهان او بیداد و گزند آنان داد خواست و از قیصر یادی طلبی تا آنها را از سرزمین خیش براند. قیصر او را پاسخ داد که آنها خود پیروان دین منند و شما بود پرستانید شما را در جنگ آنها یاری نتوانم کرد چون سیف از قیصر نومید شد روی به سوی دربار خسرو آورد نخست در حیر نزد نعمان رفت و نعمان او را به درگاه کس را برد بعضی نوشتند که سیف نیز یک سال بر در نوشیروان بماند روزها از بامدادان تا شامگاهان بر در سرای خسرو می نشست و داد می خواست. و شبها همه بر سر گور پدر میرفت و میگریست و همانجا میخفت یک سال گذشت و کسی در کار او ننگریست آخر روزی در پیش موکب شیربان بر پای خواست و فریاد برآورد بر... ای ملک مرا نزد تو میراسی هست دادم بده خواسته او را بخواند و پرسید که تو را بر من چه حق است و تو کیستی سیف گفت من پسر آن پیر ام که ده سال به امید و نویدی که از ملک یافته بود بر این درگاه بود تا بمرد آن بعده که ملک بدن پیر داده بود اکنون به میراس از آن من است و شاهنشاه را وفای بدن در گردن است خسرو او را دل بر او بسوخت او را بنواخت و ده هزار درم بداد و امید داد و دلگرم کرد سیف چون از نزد خسرو باز گشت آن درمها ها به راه می ریخت و مردم برمیچیدند دیگر روز خسرو را رو از سبب آن باز پرسید پاسخ سیف همان بود که زیازن چندین سال پیش در همین باب داده بود پیداست که این جزیات در این گونه داستان های از افسانه خالی نیست مع همون همان بری از حقیقت دارد بلکه از تصوری که راویان عرب درباره خسروان ایران داشتهاند نموداری به دست می دهد. بیشتر نوشیروان در کار او با سران و سرداران خیش رای زد. گفتند در زندان ملک مرگرزانیان بسیارند. ایشان را باید فرستاد اگر کشته شوند باک نیست و اگر پیروز گردند ملک را کشوری تازه به چنگ آمده باشد نوشیروان این رأی بپسندید و فرمود در کارنامه زندانیان بنگرند 800 تن مرگرزانیان در آن میان بودند که برایشان کشتن واجب آمده بود برخی از تاریخ نویسان آوردهاند که همه این 800 تن از فرزندان ساسانیان و نژاد دیگر پادشاهان بودند این دعوی شگفت و گذاف به نظر میآید شاید بازماندگان اینان که خود را آزاد نژادان یا ابناع احرار میخواندهاند این داستان را ساخته باشند تا نژاد تبارخیش را به شاهان برسانند و از ننگ انتصاب به زندانیان و مرگرزانیان خیشتن را بر کنار دارند باری این زندانیان 800 تن بیش نبودند ایشان را از زندان بیرون آورد تا با سیف زیزن به یمن فرستد سیف گفت شاهنشاه ها بدین قدر مردم با زنگیان چه توان کرد انوشیروان گفت بسیار هیزم رو اندک مایه آتش بسنده باشد بفرمود تا هشت پار کشتی راست کردند و این مردم با سلاح و ذخیره در نشندند وهرز دیلمی سردار و سپه سالار دلاوران ایران وحرز سپه بود دیلم بود نام این شخص را به اختلاف یاد کردند بعضی آن را وحرز ابن کامکار ضبط کردند و گفتند که او پیری سال خورده بود و بیش از صد سال داشت که از سواران و پهلوانان عجم و از خاندانهای بزرگ بود و چون به سرکشی و راهزنی افتاده بود کسرا او را بند فرموده بود برخی او را خرزاد ابن نرسی نواده جاماسب برادر قباد فیروز دانستند و گفتند که نوشیروان وقتی او را به یاری سیف زیزن به یمن میفرستاد مرتبه وهرزی به دو عطا کرد و بنابراین وهرز نام او نیست نام پایگاهی است که نوشیروان به داد بعضی نیز نام وی را وهرز ابن بهافرید ابن ساسان ابن بهمن نوشتهاند و گفتند که پل نهروان را در عراق این وهرز ابن بهافرید کرده است آنچه از همه این روایات برمی آن است که این سردار گویا از خاندان ساسانیان بوده است و در سپاه شیروان پایگاه ارجمندی داشته است بل امی گوید که مردی بودن در جمله آن سپاه وی پیری هشتاد ساله نام او را وحرز خواندندی و به همه عجمی در از او تیرانداز نبود و نوشیروان او را به هزار مرد داشتی به جوانی و هر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سوار را فرستادم او پیر و ضعیف شده بود و از کار مانده و ابروان بر چشم افتاده او را بخواند و بر آن لشکر سالار کرد زیرنویس در ارتباط با نام وهرز توضیح دادند وحرز در باب معنی و اشتقاق این اسم که به هر صورت وهرز یا اوهرز و صورتهای دیگر آمده است اختلاف است مثلا رجوع شود به مجمل تواریخ صفحه 172 از تنبیه و صفحه 126 دنبالی هر از با یاران خیش و سیف زیزن از راه دریا برآمدند. پادشاه پاچاه زنگیان از آمدن آنها آگاهی یافت چون اندکی آنان بدانست شگفت کرد و آنان را به چیزی نداشت از آن سوی کسان سیف و بسیاری از مردم ها نیز که در مدت چندین سال بیدادها و شکنجه ها از دست زنگیان دیده بودند به اردوی جنگ جویان پیوستند شماره این گروه را پنجا هزار تن نوشتند نوشتند که بهرست چون به کنار دریا رسید هرچه توشه و اندوخته در کشتی ها مانده بود به دریا ریخت و کشتی ها را آتش زد و کسان خیش را گفت کشتی ها و خواسته ها از بهران سوختم تا شما بدانید که دیگر بازگشتن را روی نیست و دشمن نیز بداند که اگر بر ما دست یا بد از ما چیزی بدون نرسد اکنون ما را مرگ در پس و پیروزی در پیش است جز پیش رفتن راه چاره نیست جنگجویان همه زبان دادند و سوگند خوردند که تا جان دارند بکوشند جنگ خونینی رخ داد که تبری و بلعمی جزئیات آن را به تفصیل نوشتند در این جنگ پیکان وحرز پادشاه زنگیان را از پای درف کند ایرانیان زنگیان را به تیر باران گرفتند و بسیاری از آنان تباه شدند ستم دیدگان هاموبران نیز که کینه دیرین از زنگیان در دل داشتند برآوردند و هر که را از آنان می یافتند می بدین به دینگونه سیف زیزن و مردم هاماوران کین خیش را از دشمنان بستندند و پس از چندین سال آنان را از خاک خیش براندند. کشته شدن سیف زیگزم سیف زیزن فرمان روایی ها خود بهرز را از سوی انوشیروان دستوری رسید که بازگردد و ملک به سیف بسپارد چنان کرد و ایرانیان را در یمن بماند اما نو شیروان با پادشاه یمن پیمان ها بست و شرطها کرد از جمله آنکه آزادگان ایران را در یمن زن گرفتن روا باشد لیکن یمانیان را نباید که از ایرانیان دختر بزنی کنند شاید از این شرط فزونی شمار ایرانیان را خواست تا ایرانیان از راه پیوند افزون گردند و فرهنگ و تمدن ایران در آن خطه بیشتر پراکنده گردد از این پس یمن زیر فرمان ایرانیان درآمد و فرمان روایی ایرانیان در آن سرزمین آغاز گشت سیف نیز هر وقتی خواسته و حراج به درگاه نوشیروان میفرستاد و با ارمغانها و پیشکشیها بندگی و فرمانبرداری خیش را فرا مینمود جز این چاره نداشت زیرا از وقتی که زنگیان از یمن بر افتاده بودند ایرانیان در همه کارهای سیاسی و نظامی دستم در کار بودند و سیف خود در دست آنان چون افزاری بود ادهی از هبشان که چون نوبتیان و نگهبانان بر درگاه سیف خدمت می کردند ناگهان بر او در افتادند و او را تباه کردند می که چون سیف زیزن به ملک بنشست از هبشه کس به یمن اندر نهشت مگر پیران ضعیف و کودکان که سلیح بر نتوانستندی داشتند و زنان وگر دیگران را همه به شمشیر بگذاشت و سالی برآمد رسولی فرستاد در سرای نوشیروان با خواسته بسیار و از جوانان هبشه که برو بودندی چون سیف برنشستی پیش او حربه بردندی و خدمت او کردندی و ایشان را نیکو همی داشت تا ایمن شد بر ایشان روزی برنشسته بود با سپاه و این هبشیان پیش او اندر همی دویدند او تنها از پس ایشان اسب بدوانید و پیادگان او باز ماندند این هبشیان با اسب همی دویدند چون سپاه از وی دور شد گرد وی اندر آمدند و او را به میان اندر گرفتند و بکشتند آن سپاه به پراکندند و هبشیان از هر جا سربر کردند و از همیریان و اهل بیت مملکت و خیشان سیف خلقی بکشتند بسیار روزگاری برآمد کسب ملک ننشست و کس را اطاعت نداشتند خبر به نوشیروان شد سخت تافته شد و باز وهرز را به یمن فرستاد با چهار هزار مرد و بفرمود که هر که به یمن اندرست است از حبشه همه را بکشت پیر و جوان و مرد و زن و بزرگ و خرد و هر زنی که از هبش بار دارد شکمش بشکاف و فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر او جعد است چنان که از آن هبشیان بود و ندانی که او از هبشیان و فرزندان ایشان است را بکش و هر که دانی در یمن هوای ایشان خواهد و به دیشان میل دارد را بکش تا به یمن اندر از حبشی کس نماند ایرانیان در یمن این بار فرمانروایی ایرانیان بر یمن با تندی و سختی بیشتر همراه بود صبح بود وحرز با خشم و کینه بسیار به کشتن و شکنجه زنگیان پرداخت زیرا این سرکشی آنها در دربار ایران چون کوششی برای برتری روم تلقی میشد بهرز مرزبانی یمن گشت و بدین گونه یمن در زیر فرمان روایی ایرانیان درآمد و خراج و ساب آن به درگاه خسرو گسیل گشت مدت فرمان روایی وحرز در یمن درست روشن نیست چه چهار سال دینبری پنج سال و معلف کتاب البد اول تاریخ شش سال نوشته است درباره فرجام زندگی او نیز این داستان را آوردهاند که چون مرگ خیش را نزدیک دید تیر و کمان بخواست و گفت مرا نگه دارید پس کمان برگرفت و تیری بیفکند و گفت بنگرید تا تیر من به کجا افتد دخمه من همانجا کنید تیر او بدان سوی کنیسه افتاد و آنجا را تا امروز گور وهرز نام نهادند درباره جانشین وهرز بین روایات تاریخ ها اختلاف است بلامی و کسانی که روایت خیش را از او گرفتند و نیز ابن اسیر و دیگران گفتند که وهرز را پسری بود مرز با نام انو شیروان ولایت یمن بدو داد و او مانند پدر خراج یمن به درگاه خسرو می شک نیست که مرزبان در آن هنگام نام خاصی نبوده است بلکه آکی از منصبی است که فرمان روایان زیر دست شاهنشاه و کسانی که از دست او در بلاد عرب و دیگر شهرها حکم میرانده اند براخته داشته اند. همزه این جانشینان وحرز را ولسیجان و معلف البد و تاریخ بنجان یا بنجان بن یا بن نوشتند و مسعودی مردی از ایرانیان که سیهان میگفتند ثبت کرده است. در کامل ابن اسیر بعد از مرزبان ابن وحرز از بینجان ابن مرزبان نام رفته است و این نیز قطعا صورتی از همان ولیسجان حمزه است و چه اشتقاق و معنی و حتی قرائت این نام از روی یقین محقق نیست آنچه تقریبا از همه این روایات برمی آن است که جانشین وحرز از فرزندان او بوده است و این با سنن حکومت ساسانی سازگار به نظر می رسد. بعض مبرخان روایت دیگری نیز در باب جانشین وحرز آوردهاند میگویند نوشیربان بعد از وحرز زرین را عامل کرد و او جبار و مصرف بود وقتی میخواست برنشیند کسی را میکشت و از میان اندامهای بریده او می گذشت انوشیروان بمرد و او به قولی همچنان بر یمن فرمانروا بود و هرمز پسر انوشیروان او را از کار بر کنار کرد نام این زردین در بعضی روایات به صورت وین یا دین یا زین نیز آمده است گفتند که او نیز از اسواران بود آنچه درباره خونریزی و تندکاری و شتابکاری او ذکر کرده اند نیز گوی از آن روز که بهرز و جانشینش به فرمان خسرو در آغاز کار سرکوب کردن زنگیان مجبور به شدت عمل بودند روایت در مرزبانانی که بعد از او بودند از آنچه تا کنون گفته شد آشفته و بیسامان است همزه نام هشت تن از مرزبانان ایران را که بعد از کشته شدن سیف زیزن بر یمن فرمان رانده ذکر می کند لیکن نامهایی که آورده است در نسخه چاپی از غلط و تصحیف بسیار خالی نیست در فهرستی که او نقل کرده است پس از او وهرز فرمانروایی یافته است آنگاه نوشجان و سپس مرزوان و پس از او پسرش خرخسرو به فرماندهی یمن نشستند و پس از خرخسرو فرمانروایی بادان ابن ساسان الجرون را یاد می کند و می که قذبه های پیامبر با قبایل عرب در زمان او بود و پس از او دادوی ابن هرمز ابن فیروز به فرماندهی یمن رسید و همزه او را آخرین مرزبان ایرانی در یمن می شناسد. بعضی از این نام ها به صورت تحریف شده در مروج زهب مسعودی نیز ذکر شده است. اما از روایت طبری و ابن اسیر چنین برمی آید که تا وقتی پادشاه ساسانی بازان را به ولایت یمن فرستاد فرزندان وحرز در پی یکدیگر بر جای وی فرمان روایی کردند. می که چون وهرز درگذشت خسرو پسرش مرزبان ابن وهرز را فرمان ولایت یمن داد و چون او به پسر او را که وینجان نام داشت به فرماندهی آن ولایت نشاندند پس از او پسری را که از آن او نامش خرخسرو به مرزبانی یمن گماشت پس چند سالی به بود هرمز بدین خرخسرو خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد و از یمن بیاوردش هرمز خواست که او را بکشد مردی از مهتران پارس که به دست او جامعی بود از آن نوشیروان که وقتی با او به خلعت داده بود بیاورد و بر سر خرخسرو برفکند هرمز حرمت آن جامعه انوشیروان او را نکشت و او را به زندان فرستاد و مردی بفرستاد یمن نام او بازان ملک یمن بود آنگاه که پیغمبر ما بیرون آمد به مکه بازان تا عهد او بزیست و با مردمان یمن مسلمان شد در این روایت چنان که پیداست از داد و یه هرمز پسر هیروز که بنا روایت همز خواهرزاده بازان بوده است نامی در میان نیست روایتی هم هست که پس از آن پیغمبر ما معاز جبل را آنجا فرستاد تا ایشان را امیری کرد و نبی و احکام اسلام بیاموخت ایشان را و ایشان بیاموختند و بشنیدند بدین گونه در پایان دوره انوشیروان گذشته از ولایت حیره که از دیرباز در تحت حمایت تیزفون قرار داشت سرزمین یمن نیز در زیر لوای ساسانیان بود ملوک کنده قدرتی نداشتند و قسانی ها نیز دستشانده رومیان بودند در سایر بلاد عرب قدرتی و دولتی در کار نبود در مکه و طائف و یسرب عربان و جهودان جز کشاورزی و بازرگانی و راهداری اندیشه نداشتند و این بلاد را خود قدر آن نبود که دولت پرعظمت و با شکوه ساسانی را از آن دقدقه ای و تشویشی به خاطر راه یابد با این همه دولت ساسانی بر رقم شکوه و عظمت ظاهری که داشت به سختی روی به پستی و پریشانی می دفت. در پایان سلطنت نوشیروان ایران وضعی سخت متزلزل داشت سپاه یاقی بود روحانیت روی در فساد داشت فسادی که در وضع روحانی بود از قدرت و نفوذ موبدان برمیخواست تشتت و اختلاف در عقاید و آرا پدید آمده بود و موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند و مزدک و پیش از او مانی برای آنکه تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید آورند خود کوششی کردند اما نتیجه ای نگرفتند کار مزدک با مقاومت روحانیان و مخالفت سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گشت رأی و تدبیر نوشیروان که با خشونتی بی اندازه تو بود این فتنه را به ظاهر فرو اما ادالتی که در افسانه ها به او نسبت داده اند نتوانست ریشه ظلم و فساد را یک سره از بن برآورد از این رو با مرگ او باز روحانیان و سپاهیان سر به فتن انگیزی برآوردند سلطنت کوتاه هرموز با مخالفت روحانیان و سپاهیان به سر آمد و پرویز نیز با آنکه در جنگها کامیابیهایی داشت از اشتغال به اشرت و هوس فرصت آن را نیافت که نظمی و نسقی به کارهای پریشان بدهد. جنگ های بیهوده او نیز با آن همه تجملی که جمع آورده بود جز آنکه خزانه مملکت را توهی کند نتیجه ای نداد. فتنه که دست شیرویه را به خون پدر آلوده ساخت نیرنگ سپاهیان و روحانیان بود و از آن پس این دو طبقه چنان سلطنت را بازیچه خیش کردند دیگر از آن جز نامی نمانده بود سرداران سپاه مانند شهر براز و پیروز و فرخرموز همان راهی را که پیش از آن بهرام چوبین رفته بود پیش رفتند و هر یک روزی چند تخت و تاج را قصب کردند اردشیر خردسال پسر شیربویه و پوراندخت و آزرمیدخت نیز قدرت آن را نداشتند که با نفوذ مطامع سرداران برایند چند تن دیگر نیست که بر این تخت لرزان بی ثبات بر یا کشته شدند یا از سلطنت خلع شدند یزدگرد آخرین بازمانده تاجداری بود که از تخمه ساسانیان مانده بود اما او نیز کاری از پیش نبود و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجامی شد که دولت و ملک ساسانیان را یک سره از میان برد به دینگونه سپاهیان یاقی و روحانیان فاسد را پروای مملکت داری نبود و جز سودجویی و کامرانی خیش اندیشه دیگر نداشتند پیشوران و کشاورزان نیز که بار سنگین مخارج آنان را بر دوش داشتند در حفظ این اوضاع سودی گمان نمی‌بردند بنابراین مملکت بر لب بحر فنا رسیده بود و یک ضربت کافی بود که آن را به کام توفان حوادث بیفکند. این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرن دراز کشوری آباد و آراسته را عرصه دردناک ترین توفان حوادث کرد. <مصدق> توفان و ریگ، پیام محمد در همان هنگام که اهریمن نفاق و شقا کشور ساسانیان را به ورطه مرگ و نیستی میکشانید سروش خدایی بیا با نبردان عرب را از جاده کفر و نفاق به راه هدایت و نجات میخواند عرب که حتی خود نیز خویشتن را پست و وحشی میخواند در زیر لوای دینی که محمد آورده بود در راه وحدت و عظمت گام میزد ایام تازی که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شرک و نفاق و جور و بیداد نهی میکرد نه همان عرب که زندگیشان یک سر در جور و تطابل و شرک و فساد میگذشت بلکه ایران و روم نیز که رسم و آین دیرینشان دستخوش اختلاف و تعصب روحانیان گشته بود در آن روزگارم به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مجده رهایی و نجات تلقی می کردن. اما این مجده آسمانی قبل از هر چیز عرب را که پسترین و پراکنده ترین مردم بود به سوی رفعت و وحدت کشانید. درست است که محمد حتی پیش از آنکه مکه و طائف را فتح کند و تمام اعراب را در زیر لوای خیش درآورد به پرویز و هرقل نامه نوشت و آنها را به آین خیش خواند اما هم در آن هنگام بر وی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یک رنگی است در این نامه که به سال ششم یا هفتم هجری نزد پرویز فرستاد او را به آین خیش خواند و هم بیم داد که اگر آین خدا را نپذیرد با او به جنگ برخواهد خواست گفتند که پرویز از خشم و نخوت نامه پیامبر را پاره کرد و به بازان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب گستاخ را به بند دهد و نزد او فرستد خشم پرویز از آن بود که مرد تازی با اینکه از بندگان اوست چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامه ای چنین نوشته است پرویز نمیدانست که آین این عرب جان را میگیرد و رسم مخلوق پرستی را بر می و ملک و دولت او را نیست تا چند سال بعد به کلی از هم میگسلد و پاره پاره می کند چنین واقعی اتفاق افتاد و فرمان روایان صحرا شهرها و کاخهای عظیم کشور خسروان را به زیر نگین خیش درآوردند. آین تازه آیا این پیروزی شگفتانگیز نابیوسیده ای که در جنگ با ایران بهره عرب گشت و همه جان را به عبرت و شگفتی تأیید آسمانی بود کسی که به نیروی قیدی اعتقاد میورزد در این باره شک ندارد اما محقق کنجکاو که برای هر امری علتی روشن میجوید این گفته را باور نمی کند اینقدر میتوان گفت که آنچه شکست ایران را در این ماجرا سبب گشت خلل و فساد داخلی و نفاق و شقاق باطنی بود که بزرگان و سران ایران را به هم در بود و پیروزی و کامیابی تازیان نیز سببی جز وحدت و اتفاق و عشق و ایمان نداشت و این همه حاصل آین تازهی بود که محمد مردم را بدان میخواند این دعوی را از تحقیق در ماجرای این جنگ ها می توان کرد در تاریخ ها داستان این جنگ ها را به تفصیل یاد کردم اعراب که پیش در حکم بندگان و فرمانبرداران ایران بودند نخست از این جنگ بیم و حراس فراوان داشتند و از شکوه و حشمت خسروان اندیشه تجاوز به سغر فارس را نیز به خاطر نمی گزرندند. حتی در واقعه ای که در زیغار که قبیلی چند از تازیان عده از سپاه ایران را شکستند چنان این فهد را خلاف انتظار مهم شمردند که بی اختیار به خود ستایی پرداختند گویی انتظار و امید این را نداشتند که هرگز بتوانند با سپاه ایران برایم دست برد تازیان معهازا در سالهایی که اوضاع ایران آشفته بود و هر چند روز یکی از سرداران شورشی میکرد و یا شاهزاده دیگر بر تخت می نشست قبیله بکر ابن وائل یا بکر ابن وائل که در کرانه فرات جای داشتند گاه گاه فرصتی نگه می داشتند و بر آبادی و دهکده های مجاور مرز ایران تاختنی میکردند و چون مورد تعقیب مرزبانان واقع می شدند به درون صحراها می و از تعقیب در امان می ماندن. در روزگار خلافت ابوبکر دو تن از جنگجویان این قبیله یکی مصن بن حارسه و آن دیگر سوید بن قتیبه در سرحدهای ایران دست به تجاوز و غارت زدند مصن در حدود حیره رهزنی میکرد و سوید در حدود ابله بود ضعف و فطوری که در کار ساسانیان پدید آمده بود این گستاخی ها را بی کیفر و گذاشت به همین سبب رهزنان هر روز دلیرتر و گستاختر می شدند. نامه‌ای به ابو بکر نوشت و ضعف و سستی کار ایران را باز نمود و مدد خواست تا برای نشر اسلام در سقر ایران به جهاد پردازد و مسنا طمع می داشت که مگر ابو بکر لشکری تعبیه کند و او را بران لشکر امارت دهد اما ابو بکر خالد ابن ولید را به این مهم نامزد کرد و مسنده را زیر حکم او قرار داد. خالد بر حیره دست یافت و با مردم آن بر خراج سالیان صلح کرد. اندکی بعد خالد مأمور شام شد و کار عراق و حیره به مسنا ماند. بسیج جنگ وقتی عمر به خلافت نشست کار ایران آشفته تر و پریشانتر بود. یزدگرد شهریار در مدائم بر تخت نشسته بود اما سپاهیان و موبدان هیچ یک از شررنگیزی و فتنجویی باز ننشسته بودند. عربان در حدود حیره مستقر شده بودند و تا کناره های دجله مرزهای ایران را تهدید می کردن. یه رستم فرلو را که سپه بود خراسان بود به درگاه خواست. و فرمان داد تا برای راندن و فرومالیدن اعراب به چارجویی برخیزد مصنبن حارسه نیز چون این را بشنید آهنگ مدینه کرد تا از عمر مدد درخواهد در مدینه مسلمانان از جنگ با ایران میترسیدند و بدان رضا نمیدادند مواجهه با ایرانیان برای آنها تصور پذیر نبود زیرا از قدرت و شکوه ایران بیم بسیار داشتند اما مصنب ابن آنها را دل داد و گفت این کار را چنین بزرگ مگیرید که ما در سواد با این قوم درآویختیم و بهترین آبادیهای های سواد را از آنها بستدیم پیش از این نیز امتهای دیگر با این قوم پیکار کردهاند و ما هم با خواست خدا با آنها پیکار کنیم باری در چنین پیکاری عرب را هم امید قنیمت بود و هم آرزوی سواب وقتی خلیفه بر منبر رفت و خطبه کرد و گفت ای مردم خداوند شما را به زبان رسول خیش گنج خسروان و قیصران وعده داده است برخیزید و جنگ با فرس را ساز کنید مردم چون اسم فرس را شنیده ساکت شدند الا ابو عبید ابن مسعود سقفی که برخواست گفت من اول کس هستم که بدین مهم بروم دیگران نیز به او تأثیر جستند عمر ابو عبید را بر آنها امیر گردانید و این لشکر به همراهی مصنب بن حارسه راه عراق را پیش گرفت این جماعت در حدود حیره و کسکر دو بار با مرزداران ایران درآویختند و پیروز شدند سپس در آن سوی فرا با عدهای از سپاه ایران روبرو شدند پیلی از آن سپاه ایران ابو عبیده را با خرتوم در رو بود و به زیر پا مالید سپاه عرب از بیم بگریخت و اگر دلیری مسندا نبود همه آن سپاه عرب در فرات غرقه می شدند. چون خبر این شکست در مدینه به عمر رسید ترسید و اندوهگین شد. اما دیگر بار لشکری به سرداری مسندا فرستاد. این لشکر توانست شکست گذشته را جبران کند و مسندا سپاه ایران را که سردار آن مهران مهروب نام داشت بشکست و تا دجله پیش رفت. در این هنگام در جانب ابله و بسرنی نیز سپاه عرب پیش رفتهایی کرده بود و در خوزستان و بسره مرزداران ایران را شکسته بود. مصنع خبری یافت که رستم در مدایم به تدارک لشکر مشغول است. عمر را آگاه ساخت و از او لشکر و مدد خواست. کاری دشوار افتاده بود و با آنکه در مدینه همه از این پیکار نگران بودند، ادامه آن را لازم می به همین جهت اندک اندک بدین کار رقبتی یافتند. در این میان یک روز عمر لشکر بیرون آورد و کس نمیدانست عزم کجا دارد در بیرون مدینه قصد خیش را باز نمود و مسلمانان را به جهاد تشویق کرد و این کار را بس آسان داشت همه پذیرفتند و آماده پیکار گشتند آنگاه از او خواستند که با آنها در این سفر همراه باشد گفت آمدن من سهل است من بیایم اما عدهای از یارانش مسلحت در آن دیدند که دیگری را بر این لشکر امیر کند و خود در مدینه بماند و به هنگام ضرورت لشکر را مدد فرستد سعد و را به امارت لشکر نامزد کرد و کار عراق و گشادن آن دیار را به دو واگذاشت سعد با سپاه خیش که در آن تقریبا از همه قبایل عرب جنگجویانی داوطلب بودند رو به راه آوردند نوشتند که عمر نیز خود تا چند فرسنگ آنها را بدرقه می نمود. سعد به راه حیره رفت و آهنگ قادسیه کرد که در حکم دروازه شاهنشاهی ایران به شمار می آمد. چون خبر لشکر سعد به ایرانیان رسید، رستم را با سی هزار مرد به مساف او گسیل کردند. رستم به حیره آمد و عربان آنجا را فرو گذاشتند و پس نشستند. رستم در دیر اور نزدیک حیر لشکرگاه ساخت و سعد در قادسیه فرود آمد در قادسیه نوشتند که در قادسیه چون هر دو لشکر به هم رسیدند و عجم ترتیب آلات و اسلحه عرب را مشاهده کردند به دیشان میخندیدند و نیزه های ایشان را به دوک زنان تشبیه میکردند رسولان سعد پیش رستم تردد آغاز نهادند هر که به رسالت آمدنی رستم را دیدی بر تخت زری نشسته تاج بر سر و بالش ها به زر بافته نهاده بسادهای های انداخته و تمامت لشکر او را آراسته به سلاحهای نیکو و پیلان بر در بارگاه داشته رسول سعد شمشیر همایل کرده و نیزه در دست گرفته بیامد و شطور نزدیک تخت رستم ببستی اجم بانگ آوردی رستم ایشان را من کردی و رسول را نزدیک خواندی رسول همچنان با سلاح پیش او رفتی آهن بن نیزه را بر بسات نهادی وقت بودی که بسات را سوراخ کردی و بر نیزه تکیه کرده با رستم سخن گفتی رستم مردی عاقل بود در سخنان ایشان تعمل کردی همه بر قانون حکمت و حزم یافتی و از آن بیاندیشیدی و حراس بر او مسئولی گشت و از جمله یکی آن بود که از پیش سعد هر نوبت رسول دیگر می آمد و یک کس را دو نوبت نمی فرستاد. رستم به یکی از رسولان گفت چه سبب است که امیر شما در هر نوبت رسول دیگر می فرستد و یک کس دوبار به رسالت نمی آید. رسول گفت سببان است که امیر ما در راحت و زحمت میان سپاه عد و سبیت می کند و روانه می دارد که یک شخص را متعاقب زحمت دهد و دیگران آسوده باشند. رستم از این سخن و از استقامت سیرت ایشان منفعل شد و بدانست که بناع عرب بر اصلی محکم است و روزی رستم با یکی از رسولان که نیزه در دست گفت این دوک که در دست توز چیست او گفت آتش پاره را از کوچکی و بزرگی عیب نباشد و با دیگری گفت قلاف شمشیر تو را بسی کهنه میبینم رسول گفت اگرچه کهنه است اما تیغ نو است و جودت شمشیر در نفس او باشد نه در قلاف متکلف رستم از جوابهای مسکت ایشان متأثر شد و یاران خود را گفت این جماعت اعراب را در آنچه میگویند و مردم را به آن دعوت میکنند حال از دو بیرون نباشد یا صادق باشند یا کاذب اگر کاذبند قومی که بر محافظت عهد و کتمان سر تا این قایت بکوشند و از هیچ کس از ایشان حرفی که مخالف دیگران باشد نتوان شنود در قایت حزم و شهادت باشند و اگر صادقم در برابر ایشان هیچ کس تاب ندارد لشکر عجم از این سخن به قایت گرفته شدند و بانگ برآوردند و گفتند این سخن بیش مگوی و از نوادری که از این مجهولان میشنوی متعجب مشو و بر محاربت ایشان تصمیم عزم واجب دارد رستم گفت این سخن با شما نه از آن میگویم که بر مقاتله ایشان جازم نیستم بلکه شما را از حال ایشان تنبیه میکنم و سخنی که در دل من است با شما میگویم این برخوردهای گستاخ و این سخنان پرشور ملازمان رستم و سپاهیان ایران را میترساند و به شگفت میانداخت وقتی مقیرت ابن شعبه از جانب عربان به رسالت آمد گستاخ پیش رفت و بر کرسی رستم و در کنار او نشست. ملازمان سپه بود او را فرو کشیدن و ملامت کردند. مغیره گفت ما شما را خردمند می انگاشتیم. اکنون نادانتر تر از شما کس نمی بینیم. از ما تازیان هیچ کس دیگری را بنده نیست. گمان کردم شما نیز چنین باشید. بهترم بود که از اول می گفتید که برخی از شما بندگان برخی دیگرید. از رفتار شما دانستم که کار شما بشد و ملک با چنین شیوه و آین نماند داستان ملاقات مغیره را به گونه های دیگر در کتاب ها نقل کردند از جمله می رستم پیامی نزد سعد فرستاد که کسی را نزد من بفرست تا به او سخن گویم مغیره ابن شعبه را فرستادن مغیره بیامد و موی جدا کرده و گیسوان چهار پاره فروهشته بود رستم بابای گفت شما عربان در سختی و رنج بودید و نزد ما به سوداگری و مزدوری می آمدید چون نان و نعمت ما بخوردید برفتید و یاران و کسان خود را نیز بیاوردید؟ مسئله شما و ما داستان آن مرد است که پاره باغ داشت روزی روباهی دراندید و گفت یک روباه را چقدر باشد و باغ مرا از آن چه زیان افتد او رو از آنجا نراند پس از آن روباه برفت و روبهان جمع کرد و به باغ آورد باغبان فراز آمد و چون کار بدان گونه دید در باغ فراز کرد و رخنه بربست و آن روبهن را تمام بکشت گمان دارم که آنچه شما را بدین سرکشی واداشته است سختی و رنج است بازگردید شما را نان و جام دهیم اکنون به دیار خود بروید و بیش موجب آزار ما نشوید مقرد جواب سخت داد و گفت از سختی و بدبختی آنچه گفتی ما بدتر از آن بودیم تا پیام بدی در میان ما آمد و حال ما دیگر شد و ما را فرمان داد که شما را به دین حق بخانیم یا با شما پیکار کنیم. اگر بپذیرید بلاد شما هم شما راست جز با دستوری شما اندران نباشیم وگرنه باید جزیه دهید یا پیکار کنید تا فرجام کار چه شود. رستم براشفت شفت و گفت هرگز گمان نکردم این که چندان بزیم که چنین سخنی بشنوم. عربی دیگر نامش ربی ابن آمر که به رسالت نزد رستم آمد گفت شما ایرانیان کار خورنوش را بزرگ گرفته اید و ما آن همه را به چیزی نداریم و این گونه سخن رستم و یارانش را از سادگی رفتار و استواری رأی این مشتی مردم ساده بیابانگرد که جامعه جنده و رأی بلند داشتند سخت به اعجاب افکند. این سخنان شورانگیز و رفتار دلیرانه نشان میداد که دیر یا زود تازیان ملک خسروان را به زیر سلطه خیش در میآورند. رستم و سرداران سپاهیان او در هر واقعه ای به این نکته برمیخوردند که دیگر نوبت دولت و حشمت شاهان ساسانی گذشته است و اکنون نوبت تقدیر و سرنوشت می شمردند افسانه های آمیانه ای که از طریق خدای نامه ها در شاهنامه انعکاس یافته است حکایت میکند که رستم از اوضاع ستاره ها سقوط و زوال ملک فارس را از پیش دیده بود ولیکن اگر در این نکته که رستم از راه اسرلاب و نجوم زوال ملک عجم را پیش بینی کرده باشد بتوان تردید کرد لامه قرائنی هست که نشان میدهد رستم و دیگر سرداران و پهلوانان امیدی به پیروزی نداشتند با فسادی و خللی که در همه ارکان ساسانی دیده میشد برای رستم دشوار نبود که شکست ایران را در برابر سپاه تازه نفس و بیباک تازی پیشگویی کند فرجام جنگ باری چهار ماه هر دو لشکر رو به روی یکدیگر بودند و مذاکره و گفتگوی رسولان در بین بود سرانجام رستن جنگ را آغاز کرد و دو لشکر به هم در افتادند سه روز پیکاری سخت کردند و بسیار کس از هر دو جانب کشته شد روز چهارم باد مخالف وزید و شن و خاک صحرا را به چشم ایرانیان فرو ریخت رستم در این روز کشته شد و مرده اش را در میدان جنگ یافتند صد زخم بیش داشت نوشتند که بونه خیش را بر استری نهاده بود و خود از رنج گرما در سایه آن آرمیده بود عربی نامش حلال ابن القمه شمشیر بر صندوق زد بند ببرید و صندوق به سر رستم فرود آمد از گرانی آن پشت پهلوان بشکست اما برخواسته و برای فرار خود را در هلال بدانست که سردار سپاه است در پی او به آب رفت و او را برآورد و بکشت چون سپاه ایران از کشته شدن رستم آگاه گشت به ترسید روی و روی به هزیمت نهاد با این پیروزی که عرب را دست داد ایران یک بار شکسته شد درفش در کاویانی و خزینه رستم به دست سعد افتاد که آن همه را به مدینه فرستاد نوشتند که چون رستم کشته شد رخت و بونه او را به قنیمت بردند بهره که از آن قنیمت به هر کس از جنگجویان عرب رسید به حدی زیاد بود که قول مورخان را در این با باور نمی توان کرد اینقدر هست که شکوه و تجمل سپاه ایران از روی آن قیاس می کرد و همین تجمل و شکوه از اسباب عمده شکست ایرانیان در این پیکار بود پس از آن سعد فتح نامه نوشت به عمر و هرچه قنیمت و اموال بود نزد او فرستاد و عمر پاسخ سعد نوشت که عرب را جز آنچه برای شطر گوسفند به کار است نشاید دشتی به جوی و مسلمانان را در آنجا بدار لشکری به خوزستان فرست و لشکری دیگر به جزیره و آنجا که فرودایی بمان و بین من و مسلمانان دریایی و رودی فاصله میانداز سعد بر جایی که اکنون کوفه است فرود آمد آنجا ریگزار بود آبادانی کرد و شهر و مسجد ساخت بعضی گفتند که کوفه چند سال بعد هم به دستور عمر ساخته شد و نوشتند که چون دید عرب خوی خلقش دگرگون گشته است و به فساد میرود بفرمود تا کوفه را در کنار بیابان بنا کردند و عرب را دستوری داد تا در آنجا نشینم. به سوی مدائن باری سعد هزیمتیان را دنبال کرد و در پی آنها راه مدائن را پیش گرفت مدائن چند شهر پیوسته و نزدیک به هم بود در دو کرانه دجله که در ساحل شرقی آن تیسفون و انتیخاس رو قرار داشت و در جانب غربی آن شهر یونانی سلوکیه و در زیجان و بهرشیر و اردشیر واقع بود در بین این چند شهر تیسفون از همه مهمتر بود و یادگارهای تاریخی و بناهای عظیم و گنجینه ها و اموال بیشتر داشت در کهندج آن قصر ابیز واقع بود که شاهان اشکانی ساخته بودند و در شهر تازه ایوان کسرا قرار داشت که ساخته شاپور اول بود. با این همه شهر از این هم کهنه بود و احتمال هست که در دوره پیش از اشکانیان آن را برآورده بودند. برال چون هزیمتیان به مداین رسیدند، اعراب نیز در پی آنها آمدند و بر در مداین خیمه زدند. در آن چندین ماه بر در شهر ماندند و مدت اقامتشان بس دراز کشید. چندان که دو بار خرمای تازه خوردند و دو بار گوسفندان و شتران قربانی کردند. چون اقامت آنها در آن حدود دراز کشید در مدائن قهدی افتاد و کار مردم به خوردن گوشت سگ و گربه رسید دهقانان آمدند و آشتی خواستند و یزدگرد در این هنگام به مدائم بود چون این خبر بدانست مرزبان و بزرگان را بخواند و گنج و خاصه ای را که در آن خزاین خیش داشت بدانها بخشید و نامه ها و عهد نامه ها در این باب بنوشت و گفت اگر این ملک از دست ما بشود شما باری از این تازیان بدین مال ها اولاترید و اگر ملک به دست ما باز آید شما نیز این مال ها را باز پس خواهید داد آنگاه کسان و یاران خیش را برداشت و راه حلوان پیش گرفت پس از آن خورهزاد ابن فرخرمزد را که برادر رستم بود سپه سالاری لشکر داد و تیسفون به دو سپرد. ساعت که یک چند بر مدائن مانده بود ملول گشت. قومی از ایرانیان نزد وی آمدند و اشارت کردند که هرچه زودتر به مدائن در و گفتند اگر دی جنبت یزگر دیگر چیزی در آنجا باقی نخواهد گذاشت. او را به موزه از دجله راه نمودند که آب آن اندک بود و سپاه عرب را گذشتن از آن آسان دست میداد. این دعوت که از جانب جمع ایرانیان رویدا سعد را دلیر نمود بسیج حمله کرد و یاران را گفت خود را با آب زنند و از دجله بگذرند و خود نیز اسب براند و به آب زد و از آن گزاره کرد یاران در پی او همه در آب راندند و در حالی که آرام و بیپروا با یکدیگر سخن میگفتند از آن سوی برآمدند از سپاه سعد که چنین بیمهابا به آب زدند نوشتهاند که فقط یک تن غرق شد باقی به هیچ آسیبی بر آن برآمدند نگهبانان مدائن چون تازیان را بر کناره دروازه های شهر دیدند بانک برآوردند که دیوان آمدند دیوان آمدند خورهزاد با پاره ای از لشکر خیش از شهر برآمد و با مهاجمان در جنگ پیوست اما شکست خورد و به شهر پناه برد و عربان بر دروازه شهر فرود آمدند خرزاد را بیش یارای مقاومت نماند نیمشبی با لشکر خیش از دروازه شرقی بیرون آمد شهر را فرو گذاشت و راه جلولا پیش گرفت فتح مدائن تازیان به تیسفون در آمدند و قارت و کشتن پیش گرفتند سعد در ورود به مدائن نماز فتح خواند. هشت رکعت و چون به کاخ سفید کسرا در درآمد از قرآن کم ترکو من جنات و ایون خواند بدین گونه بود که تیسفون با کاغای شاهنشایی و گنجهای گرانبهای های چهارصد ساله خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی و توفیر بهای سیم و زر را نمیدانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. نوشتند که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را بتوان افکند پاره پارهش کردند و بر سران قوم بخش نمودند. پاره از آنها بعدها بیست هزار درم فروختند در حقیقت وقتی سعد به مدائن درآمد مدافعان آن را فرو گذاشته و, و رفته بودند و ایوان را لشکریان یزدگرد خود در هنگام گریز غارت کرده بودند اما فاتحان آنها را دنبال کردند و مالهای قارتی را از آنان باز ستندند. جز اده اندک سپاهیان که پاسداری کاخها را مانده بودند دیگر در تیزفون کسی نبود. سعد با اعراب خیش در کوچه های خلبت و متروک شهری آرام و بیدفاع درآمد. ایرانیان مجال آن نیافته بودند که همه اموال و گنج پربهای پربه های کوهن را با خیشتن ببرند. مال و متا و ظرف و اسباب و زر و گوهر که در این میان باقی مانده بود بسیار بود به یک روایت سه هزار هزار درم در خزانه بود که نیم آن بر جای مانده بود از این رو گنج و خواسته بسیار به دست فاتحان افتاد سعد فرمان داد تا در شهر کهن مسجدی بسازم. و از آن پس به جای آتشگاه و باژ و به رسم و زمزمه در این شهر بزرگی که سالها مرکز موبدان و مقان بود جز بانگ ازان و تحلیل و تسبیح چیزی شنیده نمیشد و دیگر هرگز در آن حدود رسم و آین مقان و موبدان تجدید نشد اندک اندک شهر نیز از اهمیت افتاد و با توسعه بصره و واسط و کوفه از مدائن جز شهرهای کوچک و بی اهمیت نماند هرچند ایوان آن سالها همچنان باقی ماند و ویرانه آن از شکوه و عظمت ایام گذشته ایران رازها میگوید و افسانه های دلنشین می سراید. جنگ جلولا بعد از واقعه مدائن حادثه جلولا پیش آمد که در آن نیز ایرانیان شکست سخت خوردند در این باب نوشتند که وقتی ایرانیان از مدائن بگریختند چون به جلولا رسیدند در آنجا هر یکی از مردم آذربایجان و باب و اهل جبال و فارس برای آنکه به شهر و دیار خیش بروند راهی جدا داشتند پیش از آنکه جدا شوند و هر یک به راه خیش روند انجمن کردند و گفتند اگر اکنون بپراکنیم دیگر هرگز گرد نیاریم شد و این جایی است که راه هر یک از ما جدا شود سواب آن است که همینجا گرد آییم و بار دیگر با عرب پیکار کنیم اگر فتح ما را باشد آنها را رانده باشیم و رد جهدی که بایست کرده ایم و عذری داریم همه بپذیرفتند و آنجا بماندند مهران رازی را برخیشتن امیر کردند و آنجا خندق کندند در این روزها اوضاع ایران سخت پریشان بود و هر کس از سرداران و مرزبانان آن استقلالی داشت یزگرد بیهوده تلاش میکرد تا آب رفته به جوی بازارد و هر جا میگشت تا نیرویی برای پیکار با دشمن فراهم دارد اما دیگر وقت گذشته بود و کار چنان روی به پریشانی و بیسامانی داشت که از هیچ جهدی فایده حاصل نمی آمد. مدائن در دست حراب بود و از دیگر شهرها با پریشانی و ناسازگاری که در کارشان نمودار بود چه کاری میتوانست ساخته باشد در این میان سعد ابن وقاص در مدائن بود شنید که ایرانیان در جلولا جلولا شهری بوده در نزدیک خانقین و در قدیم از منازل عمده بین راه عراق و خراسان به شمار می آمده است مطابق روایت عبدالله مصطفی در آنجا ملکشاه سلجوقی رباطی ساخت و آن را از آن پس رباط جلولا خواندند ظاهرا این شهر در محل قزل ربات کنونی واقع بوده است و گویا به همین سبب این شهر را دولت اراق به نام سعد وقاس سعدی نامیده است شنید که ایرانیان در جلولا نیروهای پراکنده خود را گرد آورده اند و آهنگ پیکار دارند و حتی از اسفهان و جبل نیز پاری لشکر به یاری این ایرانیان جلولا میرسد رسد. سعد چون این خبر بشنید نامه ای به عمر نوشت و رأی خواست عمر فرمان داد که باید خود را آماده جنگ کرد و به دشمن مجال حمله نداد. سعد نیز ادهی را از سپاه عرب فرستاد تا در برابر لشکرگاه ایرانیان خیمه زنند و لشکرگاه زنند. سرانجام در جلولات جنگی سخت در گرفت. ایرانیان شکست خوردند و روی به هزیمت نهادند. بسیاری از آنها کشته شدند و بسیاری نیز با غنایم فراوان به چنگ دشمن افتادند. آنها که از چنگ دشمن گریختند به حلوان رفتند و یزگر تنوز در حلوان بود چون از این شکست آگاه شد بترسید و بار و بنه برداشت و با حشم و قدم راه گریز پیش گرفت در جلولا چهار هزار تن از سپاه عرب مستقر شدند و باقی سپاه دیگر بار به مدائن نزد سعد ابن عبیر رفتند سعد نیز از آنجا به کوفه رفت و کوفه را سعد به دستور عمر ساخته بود و خود از جانب خلیفه سه سال و اندی بر آن حکومت کرد در جنگ جلولا قنیمت بسیار به چنگ عرب افتاد چندان قنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار نیز به اسارت گرفتند چندان که عمر را از کسرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد دینوری می نویسد که عمر مکرر می گفت از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شده اند به خدا پناه میبرم. کشتگان جلولا را برخی بالغ بر صد هزار نفر نوشته شوشتر و شوش وقتی هزیمتیان جلولا که از پیش عرب گریخته بودند به حلوان رسیدند، یزگر چنان که گفته آمد از بیم پریشانی نتوانست بیش در حلوان بماند. راهی گریز پیش گرفت و با کسان و یاران خیش به استخر و به قولی به قوم و کاشان آهنگ کرد. از کسان و نزدیکانش که در این سفر همراه وی بودند، یکی که هرمزان نام داشت و گفتند که دایی شیر پسر یه پسر خسرو فرویز بود، در درگاه وی قربی و مکانتی تمام داشت گفت عرب از جانب حلوان بر ما تاختند و کاری بزرگ از پیش بردهاند و در آنجا با آنها بر نمیتوان آمد اما جمعی از این قوم در حدود احواز خوزستان هستند که سرداران دلیل و سلحشور ندارند و تا به حمله ما نیارند اگر شهریار دستوری دهد من به دان دیار بروم و لشکر گرد آورم و با سردار آن جمع که ابو موسا اشعری نام دارد درآویزم و او را بشکنم و از فارس و احواز مالی و لشکری فراز آورم یزگرد این پیشنهاد از هرمزان بپسندید و بپذیرفت و او را با گروهی بدان مهم نامزد کرد و با مال و سپاه بدان سوی گسیل داشت آنگاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسید آنجا فرود آمد و بفرمود تا حصار را امارت کردند و پس ذخیره فراوان گرد کرد و مردم بسیار فراهم آورد ابو موسا نیز چون از این آگاه شد نامه به عمر نوشت و از آنچه رفته بود آگاهی داد عمر به امار یاسر که به جای سعد او را ولایت کوفه و سواد داده بود نامه نوشت و فرمود که با نیمی از سپاه خیش به ابو موسا پیوندد چون سپاه عرب بر ابو موسا گرد گشت بر در جنگ در پیوست کشتاری عظیم رفت و سپاه ایران به شکست و به اندرون شهر گریخت ابو موسا دیگر بار شهر را حصار گرفت و این محاصره مدتی دراز کشید و نزدیک بود که لشکر عرب سطوح شود از کار باز ماند اما خیانت یک ایرانی کار را به کام عرب کرد نوشتند که در این میان یک روز مردی از بزرگان شوشتر نهانی از شهر بیرون آمد و نزد ابو موسا رفت و گفت اگر به جان و مال و فرزند زینهار باشد در گرفتن شهر تو را یاری کنم ابو موسا او را زنهار داد این مرد که سینه یا سیه نام داشت گفت باید نخست یکی از یاران خیش با من بفرستی تا او را به درون شهر برم و همه جایها را به دو بن ما منگاه تدبیر کار کنیم. ابو موسا یاران را گفت از شما کیست که از جان خیش بگذرد و با این مرد برود تا مگر جان جمعی را برهاند و خود به بهشت رود. مردی از بنی شیبان نامش اشرس ابن اوف برخواست و با سینه از راه پنام به شهر درون رفت. سینه او را به خانه خیش برد و تیلسانی در او بپوشانید و گفت اکنون باید که با من از خانه بیرون آیی و چنان فرانمایی که گویی یکی از چاکران من باشی مرد چنان کرد و سینه بدین هیل او را در همه شهر بگردانید حتی یک بار بر در کاخ ورمزان گذشتند آنجا هرمزان با تنی چند از سرهنگان وی ایستاده بودند و خادمان شمعی پیش روی آنها گرفته بودند اشرس این همه بدید و سپس با سینه به خانه بازگشت. آنگاه دیگر بار از همان راه پنانی از شهر بیرون شدند و نزد ابو موسا بازگشتند. اشرس آنچه دیده بود با ابو موسا بگفت. آنگاه گفت که اکنون دیویست کس از مسلمانان را با من بفرست و خود بر دروازه ما را فرو پای تا ما از درون با نگهبانان دراویزیم و دروازه بکشاییم و لشکر عرب را به شهر درآوریم. ابو موسا گفت ای مردم از شما هر که از جان میگذرد با اشرس برود تا این کار به سامان رسد دیویس کس از عرب پیش آمدند و با اشرس و سینه به شهر در شدند از همان راه پنهان که به زیر زمین بود نخست در خانه سینه از نقب برآمدند و ساز جنگ کردند آنگاه از خانه بیرون شدند و به جانب دروازه رفتند از بیرون شهر نیز ابو موسا با گروهی از جنگجویان خیش بر پشت دروازه ایستادند و بانگ تکبیر همی کردند این دیویس کس که با اشرس و سینه بودند از درون شهر با نگهبانان درآویختند و آنها را بکشتند و دروازه را بکشادند تا ابو موسا و اربان به شهر درآمدند و شمشیر در خلق نهادند در گیرودار این ماجرا هرمزان که تعمه خیانت یکی از هموطنان خیش گشته بود با برخی از یاران گریخ و در قلعه ای که درون شهر بود پناه گرفت ابو موسا همه شهر بستد و سپس هرمزان را در آن قلعه که بود حسار داد چون چندی بگذشت و هرمزان را در آن قلعه هیچ ذخیره نماند امان خواست ابو موسا پذیرفت که او را نکشد و به مدینه نزد عمر فرستد تا هر رفتار که خلیفه خواهد با او چنان کند نوشتند که ابو موسا او را با 300 کس نزد عمر فرستاد و وقتی که این جماعت به مدینه نزد عمر رفتند جمله قباهای زرین و شمشیرها و کمرهای گرانبها داشتند آوردند که وقتی هرمزان را به مدینه بردند جامه و ساز فاخر داشت او را به مسجد بردند تا عمر را ببیند عمر در مسجد خفته بود و تازیانه به زیر سر داشت هرمزان پرسید امیر مؤمنان کجاست گفتند همین است که خفته است گفت پردهدارانش کو گفتند نه پردهداری دارد و نه دربانی و نه کاتبی گفت این مرد مگر پیغمبر می باشد عمر از خواب برآمد و هرمزان را بشناخت در داستان ها که چون عمر خواست او را بکشد آب خواست بیاوردند آنگاه از عمر امان گرفت که تا آب را ننوشد او را نکشد عمر پذیرفت و هرمزان آب را بریخت و عمر ناچار از کشتنش درگذشت در فتح شوش نیز داستانی نظیر این آوردهاند گویند چون ابو موسا آنجا را حسار داد مرزبان شوش از وی جهت هشتاد کس از یاران کسان خیش زنهار خواست تا شهر را تسلیم وی کند ابو موسا پذیرفت چون شهر را بگرفت هشتاد کس را که از یاران او بودن آزاد کرد اما خود او را بفرمود تا گردن زدند در واقع مرزبان شوش که شهر را به ابو موسا تسلیم کرده بود قربانی قفلت و پریشانی خیش گشت زیرا برای هشتاد کس از یاران خیش زنهار خواسته بود اما خود را فراموش کرده بود و جهت خیش زنهار نخواسته بود ابو موسا شهر را بگرفت و قنیمت بسیار به دست آورد و پس از آن تازیان بلاد خوزستان و فارس را جولانگاه خیش کردند و در طی یک سال مهرگان کدک سمیره و استخر و ارجان را نیز گرفتند در باب خیانت خیانتی را که در این ماجرا سبب شکست ایران شد تبری به سیاه دیلمی نسبت داده است که سرداران یزگرد بوده است این روایت را به در واقعه فتح شوش نقل کرده است و از کجا که در تمام این از این گونه خیانت ها روی نداده باشد حال روایتی که تبری نقل می کند این است که وقتی که یزدگرد از شکست جلولا خبر یافت در حلوان بود یاران و خاصان خیش را بخواست و موبت نیز حاضر آورد بعد از آن گفت که این قوم عرب هر سپاه که ما پیش آنها فرستی می شکنن رای چیست؟ موبت گفت رای آن است که تو از این شهر بیرون آیی و به استخر روی که خانه ملک است و سپس از آنجا لشکر فرستی این رای رو یه پسندید و به سوی اسفان رفت سیاه او را سیصد کس که از آن جمله هفتاد تن از بزرگان بودند بخواند و او را فرمود تا به هر شهر که بگذرد هر که خواهد برگزیند و با خویش بردارد و راه شوش را پیش گیرد و در آنجا با عربان پیکار کند سیاه برفت و به جایی نامش کلبانیه فرود آمد هنوز وی به شوش نرسیده بود که اهل شوش از ابو موسی اشعری صلح درخواستند ابو موسی با آنها صلح کرد و راه رام هرمز را پیش گرفت اما سیاه در کلبانیه می بود و از مسلمانان سخت بیم داشت و آنجا می بود تا ابو موسی به شوشتر رسید سیانی حرکت کرد و به جایی بین رام هرمز و شوشتر فرود آمد تا امار یاسر فراز رسید پس از آن سیاه بزرگان و سران ایران را که از اسفهان به او آمده بودند بخواند، و گفت هیچ لشکری نماند که این قوم نشکستند و هیچ حسنی نماند که نکشودند شما را در این باب رای چیست گفتن رایان است که به دین قوم دراییم پس از آن یکی را از آن بزرگان نام شیربویه نزد ابو موسی فرستادند و صلح طلبیدند و امان خواستند و به دین مسلمانی در آمدند. از آن پس سیاب خدمت عربان درآمد و در جنگ با آنها همراه شد از جمله وقتی اعراب شوشتر را حسار کردند وی با آنها همراه بود نیمشبی جامعه ایرانیان بپوشید و خیشتن را بر کناری قلعه افکند جامعه خیش را به خون رنگین کرده با دادن اهل قلعه مردی را دیدند با جامعه پارسی بر کناری قلعه افتاده گمان کردن از آنهاست در قلعه بکشادن تا او را به قلعه درآورند سیاه برجه است و با نگهبانان درآویخت و چندان با آنها بجنگید که دروازه بگذاشتند و بگریختند پس سیاه دروازه قلعه بگشاد و مسلمانان بدان اندر آمدند آخرین نبرد یزدگرد وقتی از مدائن گریخت ظاهرا گمان میکرد عربان به سواد خورسن می میشوند و جبل را به او خواهند گذاشت اما محاصره شوش و پیشرفت به جانب اصفهان این اندیشه خام را از سر او بدر کرد از این رو نامه و پیام به همه سرداران فرستاد تا بلشکر و مال وی را مدد کنند در آن آشوب و هرج و مرج سرداران را البته پروای یزگرد نبود اما چون خطر عرب آنان را نیز تهدید میکرد سلای شاه برگشت بخت را اجابت کردند از کناره خزر تا دریای هند و از جیهون تا دریای فارس از هر کجا سپاهی فراز آمد در نزدیک همدان سپاهی نزدیک 150 هزار تن جمع گشت فرمانده این سپاه فیروزان بود سپاهی چنین انبوه میخواست از راه حلوان به جانب کوه که لشکرگاه عرب بود برود وضع عرب سخت مینمود و کوفه و بصره در معرض تهدید بود اما ابن یاسر سردار عرب چون از این خبر آگاه گشت نامه به مدینه نوشت و حالی که رفته بود باز نمود عمر خطاب نامه برگرفت و بر منبر شد و گفت ای مردم تا کنون به فر اسلام و یاری خدای در جنگ با عجم پیروزی با ما بوده است اکنون عجم سپاه گرد کرده اند تا نور خدای را بنشانند اینک نامه امار ابن یاسر است که به من فرستاده است می که اهل توس و تبرستان و دماوند و گرگان و ری و اسفهان و قوم و همدان و ماهین و ماسبزان بر ملک خیش گرد آمده اند تا در کوفه و پسره با برادران و یاران شما درآویزند و آنان را از سرزمین خیش برانند و با شما به جنگ آیند رایی که در این باب دارید با من بگویید تله گفت ای امیر رأی تو صاحبتر است چه تو گویی چنان کنیم عثمان گفت ای امیر به مردم شام بنویس تا از شام آیند و به مردم یمن کس بفرست تا از یمن آیند و از مردم کوفه پیش گیر و چون این همه خلق بر تو فراز آیند سپاه دو بیشتر و کار بر تو آسان گردد مسلمانان که در پای منبر بودن این رأی عثمان را بپسندیدند و آفرین خواندند عمر روی به علی کرد که نیز آنجا بود و پرسید رأی تو چیست یا هستن علی گفت اگر سپاه شام همه از آنجا به یاری تو آیند روم بر آنجا دست اندازد و اگر همه سپاه یمن آیند زنگیان بر ملک آنها طمع ورزند و آمدن تو روی نیست و ما از عهد پیغمبر باز هرگز به کسرت سپاه بر دشمن پیروز نشده ایم که پیروزی ما به حق بوده است نه به زور اکنون رایان است که به سپاه شام و عمان و دیگر شهرها بنویسی تا بر جای خیش بباشند و هر گدام سه یک از اده خیش را به یاری تو بفرستند این رای را عمر بپسندید آنگاه گفت کسی را فرمانده جنگ کنم که طعمه این قوم نباشد پس نعماد ابن مقرن را که از یاران پیغمبر و از سواران عرب بود و در این هنگام در کسکر عامل خراج بود بر این سپاه فرماندهی داد و بدون نامه نوشت که فرمانده سپاه تویی و فرمان داد که اگر نعمان کشته شود حزیقت ابن الیمان فرمانده است و اگر حذیقه به قتل آید جری ابن عبدالله و همچنین پس از جریر فرمان مغیرت ابن شعبه راست و پس از مغیره اشعس ابن قیس را و در نامه‌ای که به نعمان ابن مقرن نوشت وی را گفت که دو تن از دلاوران عرب در سپاه دو هست عمر ابن معدیکر و تلحد ابن خویلد آنان را به هیچ کار مگمار اما در هر کار با آنها رای بزن ابو موسا در این هنگام در بسره بود سه یک از سپاه بسته برگرفت و به کوفه آمد و سپاه از هر سو گرد گشت برگساز بساختند و همه راه نهاوند پیش گرفتند فتح نهاوند سپاه ایرانیز به سرداری فیروزان یا مردان شاه ساز و برگ بسیار آماده کرده بودند دلش کرد در نزدیک نهاوند خیمه زدند و چندی در برابر یکدیگر نشستند چون ایرانیان جنگ را نیاغازیدند و هر روز نیز به آنان از هر سوی کشور مدد می رسید عربان ستوه گشتند و به هر افتادند که فرجام کار چه خواهد بودند سران سپاه عرب به چارجوی نشستند و رای چنان دیدند که باید آواز که خلیفی در که خلیفه مسلمانان در مدینه مرده است و باید سپاه جنگ ناکرده بازگردد. چنین کردند و آهنگ بازگشت نمودند. ایرانیان از سنگرها و قلعه های خیش برامدند تا عربان را دنبال کنند و بدین بهانه پراکنده شدند تا به تازیان رسیدن تازیان برگشتند و جنگی سخت در پیوستند و چند روز بکشید و از هر دو سوی خلقی بسیار کشته شد سرانجام سپاه ایران بشکست و بگریخت و نهاوند نیز به دست عرب افتاد از آنجا به راه همدان و آذربایجان رفتند و دیگر ایرانیان را بیش مقاومت نبود فتن در واقع راه تصرف تمام ایران را بر روی اعراب بگوشود و این آخرین مقاومت منظم بود که دولت ساسانی در برابر تازیان از خود نشان داد و از این پس دیگر نه دولتی در کار بود و نه کشوری همه چیز به دست عرب افتاده بود سال بعد همدان و کاشان و اصفهان و استخر نیز به دست تازیان افتاد و یزدگر از فارس به کرمان و از آنجا به سیستان رفت و سرانجام به مر کشید. در فتح نهاوند آخرین بازمانده گنج های خسروانی نیز به دست فاتحان افتاد. پس از آن نیز دیگر ایرانیان را ممکن نشد که لشکری فراهم آورند و در برابر عرب دریستند. همه چیز و همه جا در دست عرب بود و از این روی بود که عرب این پیروزی را فتح الفتوح خواند.